بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. 9 اکتبر سال 2017 میلادی و برابر با 17 مهر ماه 1396. امروز در آمریکا روز کولومبوس، کریستوفر کولومبوس تعطیل هست. ایتالیایی که بس که اون موقع زیر سلطه اسپانیا بودن ولی خیلی جوان باهوش و با استعدادی بوده در رشته ملوانی و دریانوردی و قطب نما دونستن و اینها، و پیشنهاد میکنه به جایی که از شرق بریم از غرب بریم که به هندوستان زودتر برسیم، و میره و ملکه اسپانیا گویا یه پولی بهش میده، یه کشتی دو سه تا بکنه، یه بار اول یک را میندازن و میان به این باهاماس پایین آمریکا. خوشحال میگه رسیدیم به هندوستان و میبینه مردمی که اونجا هستن اسپانیول هم چیزی، میبینه خیلی طلا و اینها دارن، ادویه های مختلف و اینها، ور میداره با خودش میبره که به ملکه و به پادشاه و اینها بگه که ما رفتیم و رسیدیم و یک مملکتی با این به اصطلاح ریسورس، منابع طبیعی و غیر طبیعی و اینها هست، و اونها هم یه پولی بیشتری بهش میدن. این دفعه گویا با 3-4 تا کشتی میاد و اینها، ولی وقتی میاد اینجا میبینه که اینجا درگیری و اینها، خلاصه بعد که برمیگرده میگیرن آقا رو میندازن زندان و تا آخر عمرش هم این بنده خدا نفهمیده بوده که آمده باهاماس و هیتی و اصلا کاری به هندوستان نداشته. اینی که بعضیا اینجا به سرخپوستا یا به بومیای آمریکا میگن ایندیان، به اشتباه حقیقتا گفته شده. در اصل بهتون تبریک میگم این روز بزرگ رو، و من گفتم دوشنبه ها چون اینجا تعطیلی ها رو روز که تعطیله به جاش دوشنبه میذارن که مردم 3 روز تعطیل باشن، هر کسی مسافرت میخواد بره و اینها، مخصوصا چون خانواده ها همه دور هستن، و ما دیدیم که این دیگه خیلی بد میشه هر دوشنبه ای که تعطیله ما هم تعطیل کنیم. با شما هستیم. ممنونم از دوستمون از خلیج فارس که برنامه عقل بشر رو فرستادن. با هم ساعت 3 اون برنامه رو گوش میکنیم، و اما طبق معمول بریم سراغ برنامه های همیشگی. ممنونم از اون بانوی عزیزی که ویدیوی برنامه آقای پرویز قاضی سعید رو که خودشون هم دوست دارن به اصطلاح حمایت میکنن که از تلویزیون مردم پخش بشه، و گفتم اشکال این دوستان اینه که میخوان فقط ویدیوهاشون جاهایی که مخالف موافقشونن پخش بشن. این بانو گفت که نه، اتفاقا من ازشون ایراد میگیرم و آقای پرویز قاضی سعید انتقاد پذیر هست. گفتیم خب امیدواریم که اینجوری باشه. حالا من ویدیویی رو که خیلی ویدیو دارم، اولا چند تا ویدیو 20 خورده آقای خسرو بهرامی فرستاده که من به جای اون یک کنسرت کامل آقای شاهکار بینش پژوه رو بهتون نشون میدم، و من گفتم برای من مهم نیست که مثلا آقای خسرو بهرامی پول میده که این کنسرت پخش بشه، به مجردی که این کنسرت قراره مثلا پخش بشه من نظر خودم رو میگم. به نظر من آقای شاهکار بینش پژوه که شنیدم هم کلیمی هست هم شیرازی و نمیدونم چقدر درست باشه، به نظر من یه آدمیه که نون رو به نرخ روز میخوره، کاسب خوبی هست، نقطه ضعف مردم رو فهمیده که بیاد آهنگایی رو که مردم بلدن بخونن، وقتی میره اونجا یه کنسرت عجیب و غریب و معظمی هم راه میندازه که خیلی ها اولش گفتن بابا اصلا این دروغه، این نمیدونم فیلم گذاشته اینا، ولی نه، گویا لس آنجلس و این ور اون ور اومده بوده و همچین کنسرت و اینایی داره. اینجا شما اگر بری دنبالشون مثلا تو همین کلیسا ملیسا هم 20 آدم بیکار پیدا میکنی که میان برات ویالون میزنن، تنبک میزنن، نمیدونم از این بوغای گنده میزنن و اینها، و آدم بیکار پیدا میشه. یعنی شما گول کنسرت ها رو نخورید.
ولی یکی دو تا شعر خوند که برای من هی دوستان فرستادن آقا ببین چی میگه، گفتیم بفرما ببینیم چی میگه، یعنی بشنو چی میگه. گفت که آخوند تو که میزنی مردم، یعنی ما که میریم بر عرق میخوریم و اینها، به تو چه؟ گفتیم عجب حرف خوبی میزنه، این که خیام و سعدی و اینا همه قبلا گفتن اگه من خشکم میسوزم به تو چه، ببخشید اگه من ترم نمیدونم روز قیامت تو خشکی، من عرق نخوردن و مشروب نخوردن میسوزی. خلاص آخرش گوش دادم، دیدم آخرش میگه خب حالا آخوندام که میزنن جنایت میکنن آدم میکشن، به من و تو چه؟ و هیچ کسی از این دوستان ازشون پرسیدم آخر تا آخرش شما گوش دادی ببینید چی میگی، گفت نه. حتی آقای پرویز کاردان یه مسابقه 40 چند دقیقه‌ای باش کرده. میدونید اینا برای برنامه پر کردنه. برگردیم به موضوع آقای پرویز قاضی سعید. ایشون نویسنده قدیمیه، چندین سال اینجا من از وقتی که اومدم تو رادیو تلویزیون‌های مختلف برنامه داره، حتی فکر میکنم سکته‌ای هم کرده و اینها، ولی باز دوستان میدونید که تا آخر عمر تو تلویزیون‌ها هستن. من برای شما میخوام 3 دقیقه اول برنامه ایشون رو بذارم، شما خدا وکیلی گوش کنید ببینید این چیزایی که میگه زد و نقیض هست یا نه. بعد آخر این برنامه هم میگه که الان وقت اون رسیده که جوونا بیایم همه با هم بریزیم تو خیابونا مثل سال 88. من برای ایشون نوشتم آقای قاضی سعید شما که سال 88 تو آمریکا بودی، پس چرا میگی بیاین با هم؟ یا دستور زبان فارسیت خوب نیست یا عمدن این کارو میکنی؟ شما باید بگید بیایید بدون من بریزید تو خیابونا تا آخوند بیاد با ماشین بکشد تو، اونایی هم که زنده موندن دستگیر کنه، ببره زندان تجاوز کنه، شکنجه کنه، بعدم اعدام کنه، بعدم دوباره ما وای میسیم اینجا تا انتخابات بعدی. انتخابات 92 هم آمد و رفت، انتخابات 96 هم آمد و رفت. حالا این دوست ما اتفاقا زیر اون ویدیو هم نوشته که این ویدیو با حمایت یک بانوی ایرانی به شما بانوی بیننده به شما تقدیم شد. معمولا بیننده ما ایرانی هستن، حالا ممکنه افغانی و تاجیک و اینا هم داشته باشه، مهم نیست، در هر صورت به شما تقدیم میشه. شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه خود را از تلویزیون مردم پخش کنید، همین کاری که آقای خسرو بهرامی میکنه، همین کاری که این خانم انجام میده، و شما هم میتونید. و اینایی که میگن آقا چرا اینقدر از شاه بد میگید، والا بلا ما بد نمیگیم، ما حقیقت رو میگیم، شما دروغ شنیدید، تحمل حقیقت رو ندارید. البته یه دوست شیرازی دارم، حالا تو قسمت بعدی ایشون رو هم روی میز تشریح میبرم، ویدیویی رو فرستاده، خودش میگه آقای سوربی بیا تماشا کن ببین این سید دیوانه چی میگه. یکم با خودم فکر کردم، والا از صبح تا شب ما این همه چیزهای خوب برامون میفرستن، نمیدونم فلان فیلسوف گفته که ما یعنی انسانها پرواز کردن را از پرنده ها یاد گرفتیم، الان از پرنده ها با سرعت بیشتری تو هوا میتونیم بریم و اینها، زمان بیشتری میتونیم بریم، از اینجا سوار شو برو تا نمیدونم قطر 16 ساعت تو هوا، کدوم پرنده میتونه همچی کاری بکنه؟ بعد نوشته که از ماهی شنا کردن تو آب و رفتن تو آب رو یاد گرفتیم، بیایید با هم آدم بودن و انسان بودن رو روی کره زمین زندگی کردن یاد بگیرید. خدا وکیلی از صبح تا شب چند تا از اینا براتون میاد؟ آیا شب اینا روتون اثر گذاشته؟ آدم بهتری بودید به نسبت اون کسی که صبح از خواب بیدار شدید یا نه؟ خب وقتی اینا اثر نمیذاره که انقدر خوبن منطقیان، این مردا که دیوانه‌ای که از ایران فرار کرده یا به قول خودش در رفته اومده اینجا چه فرق میکنه؟ اومده اینجا بعد حالا فهمیده آقا اینجا آواز دهل شنیدن از دور خوش بوده، چه چیزی داره برای من و چه چیزی داره که شما رو تشویق میکنه برای من بفرستین؟ بعد یه لحظه به خودم گفتم شاید این دوستمون آقای مجید خوشنودی شاید فکر میکنه که خب ادب است که آموختی از بی ادبان، این دیوونه رو ببینیم ما یاد بگیریم که مثل این دیوونه نباشیم. و این میگه که ما میگه حرکت رو شروع کردیم، یکی دوتا هم نیستن. اون روز اتفاق آقای آیانپور برای من یه چی فرستاده بود، نوشته بود این آقای فلانی که میگه قریب الوقوع ایران آزاد میشه و جمهوری اسلامی سقوط میکنه، برای ایشون نوشتم آقا از اینا زیاد داریم، روزی 10 تا میان، روزی 8 تاش یا پیر میشه میمیره یا 2 تاش افسرده میشه میره معتاد میشه،
یا دیگه غرق میکنه از فیسبوک، شما نگران اینها نباش. و این قریب الوقوع بودن، آقای حسین نژاد مترجم عربی آقای رجوی و سازمان مجاهدین نوشته که هر سال رجوی سازمان به اصطلاح حزب بعث و اینها رو تبریک میگفته به صدام و میگفته که این قریب الوقوع یعنی به زودی اتفاق میفته دیگه، قریب یعنی نزدیک، نه با قین با قاف، و وقوع هم یعنی اتفاق میفته دیگه. قریب الوقوع 39 سال مجاهدین میگن قریب الوقوع، 39 سال شاه اللهی ها میگن قریب الوقوع، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، به هر کدومشون میگی در این لحظات حساس. حالا ببینید چی میشه. و اما بذارید من این ویدیوی آقای پرویز قاضی سعید رو به نام رد لاین، خط قرمز، برنامه‌شون اسمشون خط قرمزه، خط قرمز با کی، و ماها دوست داریم یه چیزایی انتخاب کنیم که اسمش دهن پر کن باشه، ولی این مثلا اینجا داشت کراس فایر، خط آتش، دو نفر مخالف می اومدن صحبت میکردن و شما به عنوان بیننده واقعا اون وسط این آتش رو حس میکردی. اتفاقا آقای رابرت نواک بود که من باهاش آشنا بودم، هر وقت تو مخالفش بودم، هر وقت تو واشنگتن میدیدم ازش چی یاد میگرفتم میپرسیدم، مرد. و یه آقای دیگه هست که الان هم تو CNN هست، کراس فایر یعنی خط آتش، ولی این خط قرمز آقای پرویز قاضی سعید من که مثلا همیشه نگاه نمیکنم ولی نفهمیدم یعنی چی، میگم دوست دارم رد لاین، خط قرمز. ولی حالا ببینیم، شما شاید فارسیتون بهتر از من باشه، من این قسمت رو براتون میذارم، با دقت نگاه کنید، حتی اگه میخوان یک قلم کاغذ بردارید ببینید که شما زد و نقیض بودن صحبتای ایشون رو در همون دو سه دقیقه اول متوجه میشید یا من اشتباه میکنم یا من فارسیم بده. ببینید اینجا تا اینجا کامرای دو، آقای قاضی سعید خیلی خوش آمدید. ایشون اگر اشتباه نکنم قدیما تو مجله زن روز و اینها مقاله می نوشتن، ولی خب اب نداره دیگه، وقتی که اومدیم اینجا همه سیاسی شدیم. شما خدای کجای میدان، کدام میدان آقا کدام میدان آقای ناصر کنگره، شما بیا به من بگو کدوم میدون هستی، میدونی هستی که خانم پری سفاری توش بود هر روز جراحی پلاستیک میکنه، و مگه قرار همه مردم تو میدون باشن؟ بیا جلو، بیا مهمون من باش. حالا گوش بده، بفرمه دوستان گوش بدید با دقت، ببینید سه تا جمله اولی که آقای پرویز قاضی زید میگه معنیش رو برای من بدون دیگه، وقتی فارسیه که ما نباید برای هم دیگه ترجمه کنیم، مگر اینکه فارسی بگن که نخوان من و شما بفهمیم، بعد احتیاج داریم به یکی تفسیرش کنه برامون، و این واقعا فاجعه است که ما فارسی رو بگیم یه نفر برامون تفسیر کنه. بشنوید با هم. با درود و عرض ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند و آگاه، هم جهان را ممکن است که نتوانیم بشناسیم، در حالی که امروزه جهان را شناختیم و می‌دانیم مسیری که جهان طی می‌کند در کدامین راه است و چه اهدافی را دنبال می‌کند. اما شگفت این است که دوستان گرفتید، جهان را ممکن است نتوانیم بشناسیم در حالی که جهان را شناختیم، حتی میدونیم در چه جهت میره. حالا این ماجرای سعید بهتون گفتم، گفت اگه یه نفر اومد 3 ساعت براتون یه چیزی تعریف کرد ولی یک اما آورد، یعنی اون چیزایی که من تا حالا گفتم مزخرفه، بریز دور، از حالا به بعد گوش کن. حالا به بعد ایشون ببین چیه. ما در دنیای زیست میکنیم که حتی آدمها را هم نمیتوانیم به درستی بشناسیم، انسان ها را. سخنگوی جایزه نوبل هنگامی که جایزه صلح نوبل را مال امسال را مال دیروز
میداد، گفت آره میتوان برای ساختن انسانی بهتر، انسانی پاکتر، انسانی شیرینتر و جذابتر تلاش کرد. حرف درستی میزند اما آیا با شرایطی که در زمانه ما برای همه آدم ها فرق نمی کند کجای دنیا، مسئله حکومت ها نیست، مسئله جوی است که در دنیا برقرار است، این جو فریب، دروغگویی، خیانت و مسائلی از این دست و قبیل، هنوز هم میتوان امیدوار بود اونگونه که سخنگوی سازمان نوبل میگه بتوانیم به انسان بهتر در آینده برسیم. آقا خانم این حرفا چیه؟ شما اول میگید بله این درست میگه، ولی بعد میگید نه، بعدم میگید سخنگوی سازمان نوبل. این که سخنگوی سازمان نوبل نیست که، این کسیه که جایزه نوبل رو گرفته و گفته آری میتوان انسان بهتری ساخت و فلان اینا. یا شما بگو نه نمیتونیم، یا اگه گفتی آری میتوانی نقل قول کردی و باش مخالفی دیگه نه نیا. حالا این آقای پرویز قاضی سعید حداقل 50 ساله مینویسه، تو برنامه ها، تو برنامه های تلویزیونی و رادیویی شرکت میکنه و احتمالاً هر جا میره بهش میگن استاد بفرمایید شما اینجا. اینه بدبختی ما، اینه. اینو بعد از برنامه براتون میذارم نگاه کنید. آخرش هم میگه بیاین همه با هم بریزیم تو خیابونا. آقا این شما مگه اول شخص و دوم شخص و سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع رو بلد نیستید؟ بیایید با هم میشه خمینی. گفت همه با هم، منظورش همه با من بود و آمد رفت. شما یه روز آقای روحانی، تیمسار روحانی میاد میگه بیاین همه با هم بدون من، یه روز آقای حقا میگه بیاین همه با هم بدون من، نگین بیاین، بگید بیایید، سوم شخص جمع، بروید. این برنامه با حمایت یک بانوی بیننده به شما تقدیم میشه. شما میتونید ویدیوهای دیگران رو بذارید، منم برای خودم این حق رو رزرو میکنم که اگر اون آقا شاهکار بینش پجو، شما به من نشون بدید یک خانواده ایرانی بچهش که دنیا میاد مامانه بگه اسم بچه رو چی بذاریم، بذار شاهکار. یعنی چی؟ یعنی شاه کار این شاه بوده یا چی بوده یا بزرگه؟ میدونید که کلمه شاه، مثلا شاهنامه میگن کتاب بزرگ و میگن شاهنامه، کاری بر شاه نداره، ولی این شاهکار طرف اسمش گذاشته شاهکار. این نظر منه، بیان توضیح بدید ببینید ما ایرانی ها کجای کاریم. و اون دوستونم آقای ناصر، آقا مهمون من، شما بیا از این و اون نپرس شما کجا هست. من که بارها گفتم آقا نه حزبی هست نه سازمانی هست، من جزو هیچی نیستم. شما بیا بگو جزو یه فلان سازمانی هستی، قبولش داری، مردم بیان دنبالت، بعد آخر هفته وایسه ببین کی بغل دستته، ببینی هیچ که نیست. در همین رابطه آقای داریوش، دکتر داریوش احمدی لطف کردن یک مقاله‌ای رو فرستادن، من هم روی فیسبوک گذاشتم هم روی بالاترین، و ایشون هم لطف میکنن هر از گاهی تلویزیون مردم رو حمایت میکنن. امروز این آقای مجید خوشنودی حرف خوبی به من زد، گاهی سوربی شما که مخالف همه هستی. گفتم آقا من مخالف کسی نیستم، من مثل یه جایی وایسادم، میگن آقا اینجا این آفتابه که میاد نگاش کن، اگه سوراخه بندازش اون ور که دوباره بره تو تولید. این که من مخالف آفتابه نیستم، آفتابه سوراخه، آفتابه اشکال داره. حالا آفتابه رو مثال میزنم دیگه، شما برید تو کوالیتی کنترل، مثلا یه ماشینی میاد، من اون قسمتی هم که این کمربندشو میکشم ببینم کمربنده پیچ و موره سفت شده یا نه. اگه کمربنده کنده شد، من گفتم آقا مجید، آقا این کمربندو محکم ببند، تو کار خودت انجام ندادی، من با تو مخالف که نیستم، که من دارم کوتاهی تو بهت میگم،
خلاف کاری تو بهت میگم در هر صورت، ولی مشکلی. خب این همه شما زحمت میکشی تو برگه خودت. آقا عزیز من، تو کاری به من اصلا نداشته باش. شما برو برنامه آدم، برو برنامه اون سید دیوانه رو نگاه کن. شما چی کار داری؟ من زحمت میکشم، دیوانه هستم اصلا اینجا. به این مجید گفتم، گفتم که آها، این گفت که شما خب با شاه الله‌ها مخالفی، با این مخالف، با این مخالفی، بهت پول نمیدن. گفتم میخوام که ندن، اگه قرار باشه به من پول بدن ولی من بیام اینجوری صحبت کنم مثل آقای پرویز قاضی سعید، اونجوری صحبت کنم مثل آقای شهرام همایون، میخوام که اصلا این تلویزیون نباشه. من تلویزیون مردم رو به صورت مستقل باز کردم که هر کسی بتونه حرف خودش رو بزنه. ولی متاسفانه ما ایرانی ها بلد نیستیم. این آقا به جایی که بیاد بگه نه آقا این آقای قاضی سعید خیلی هم خوب میگه و من یارشم، فردا میخوام برم ایران، میگه آقا شما کجا هستی؟ آقا به تو چه؟ مگه تو مفتشی؟ مگه تفتیش عقاید میکنی؟ حالا اجازه بدید من اینو پاکش کنم که اینا یاد بگیرن هر جای دری باز شد زرتی نیان یه چی بنویسن. بشین آقا ربع ساعت تو حمام، اون وقتا وقتی میرفتی همون عمومی بود دیگه، صبح جمعه میرفتیم میخواستیم زود بیایم بیرون بریم بازی کنیم، بعد به این دلاکه میگفتی خب اونایی که تیپ میدادن انعام میدادن اونا رو چی میکرد؟ میگفتی آقا نوبت ما شد، میگو نه تو تازه اومدی، حالا بشین تا خیس بخوری بعدن چرک کیسه بکشم بری بیرون. حالا آقا شما از راه برس، بخس، به قول شیرازی ها نه بخس با، بخس یا بخس یعنی خوابیدن، ولی خیس شدن بخیس، بعدن ما میایم کیسه میکشیم. اجازه بدید من اینا رو براتون پاک کنم. این آقای، این همه شما زحمت میکشی تو برکه خودت زندگی میکنی، زبون بازی نکن. آقا زبون بازی کسی میکنه که از کسی بخواد چیزی بگیره. من برای شمایی که نمیشناسم، شمایی که اصلا اسم و فامیلیت هم من نمیدونم حقیقیه یا نیست و تا حالا جرئت نکردی یه بار بیای با اسکایپ یا یه بار بیای با تلفن 5 دقیقه صحبت کنی، اجازه بدید من اصلا شما رو بندازم بیرون. این الا پتیک میگه، میگه آقا وقتی تو با این فیسبوکی ها مثل ماهی توی برکه شنا نمی کنی، قرار مثل ماهی تو شنا شاید مثل ماهی تو برکه شنا میکنی. از امروز اسمتو بذار ناصر ماهی، یک کمدیانی داریم ماهی صفت، تام اسمتو بذار ناصر ماهی. خدای مشکلی روانی من احمق رو بگو که میام وقتم میذارم فکر میکنم 4 نفر بیننده. البته مجید اگه یادش باشه یا اصطلاح وجدان اینجا باشه، خب تو که باید ببینی آقا این سربی به دلیلی که اینجوری میکنه شاه الله پولش نمیده، اون پولش نمیده، اون پولش نمیده، تازه دوست خوبمون آمده گفته که گدایی کن تا محتاج خلق نباشی. ولی من چقدر خوشحال شدم، گفتم اتفاقا این هر کسی این ضرب المثله گفته خیلی خوبه، چون بعضی وقتا اگه گدایی کنی و خودت رو به کسی نفروشی بهتر از اینه که بری یه جایی فکل و کراوات و بی ام و، ولی اون روح و مغز و وجودت رو خریده باشه. آقای بله، آقای سعید عزیز میگه شاهکار، بله میگه شاهکار بینش پژو، من کنسرت لس آنجلس را دیدم، همراه خواننده ایتالیایی بود آندره بوچلی. این کنسرت بسیار باشکوه بود، بیش از 100 تا نوازنده رقصنده داشت، تنها چیزی که نبود صدای دلنشین خواننده. اصلا صدای جنازی ندارد، جذابی ندارد. عقیده دیگر دوستان من در کنسرت هم همین بود، با زور صد نوازنده نمیشه کاریش کرد. به قول مرحوم آقاسی، صدا باید از دل بیاد که بر دل بشینه، نمیشه صدا رو گرین کرد، نه کارهای الکترونیک میتونه دلنشینش کنه. از قول من یه ماچ به خودت بکن. منم به یه دوستی گفتم آقا این آهنگایی رو میخونه، مثلا میاد مرا ببوس میخونه. خب مرا ببوس پدرای ما بلدن، ما هم بلدیم، بعدم همش یه داستان دروغ یا راستی پشتش بوده که نمیدونم آخرین شب میخواستن طرف رو ببرن اعدام کنن، گفته به دخترش مرا ببوس برای آخرین بار، خدا تو را خدا نگهدار فلان، و این چون باهاش رابطه داریم میگیم به به به. بعد این روزا هم که دیگه طرف کارش راحت شده، میکروفون میگیری به طرف مردم، مردم میخونن. این خیلی جالبه، پول میدیم خودمون میریم اونجا خودمون میخونیم. خب آقا تو ماشین برای خودت بخون،
پول 100 دلار تیکت و نمیدونم کنسرت و رفت و اومدن و پارکینگ و مشکلات رو هم یه دیویدی بخر 10 دلار دیویدی اصیلش هم بخر. مرا ببوس مال کی بوده؟ این خواننده قدیمی بودن اینا، محمد نراقی بوده، نمیدونم کی بوده. درست بگذاریم. خب این هم از این ماجرا. و پیشنهاد کار برای علی ترابی، من اینقدر مثلا به دوستان گفتم که آقا روی اینجایی که ما عمومی هستیم چیز خصوصی ننویسیم. علی جان شما اومدی آمریکا میخوای دنبال کار بگردی، برای دوستات رو صفحه خودت میتونی بنویسی، رو صفحه خودت بنویسی که دوستان من مهندس عمران هستم، یعنی مهندس راه ساختمان، و اونو میگم من نمیگم، و دنبال کار میگردم، تازه واردم، انگلیسیم خوب نیست، به نظر شما چه کاری انجام بدم؟ اون وقت سربی میاد میگه آقای علی ترابی عزیز، حالا که شما رفتی گیر دادی به جیزس، برو ازش پولم بگی، برو باشو شبان، ببخشید اینو میگم، برم این ور اون ور پیدا میشه. خدا وکیلی به همین مجیدم گفتم آقا من کم کم میخوام اینجا رو ببندم، یا بشم آخوند یا بشم شبان، چون به نظر میرسه مردم ما ببخشیدا بره بره آدم خوبیه، بره حیوان خوبیه، دوست دارن یک کسی شبانشون باشه یا یه دوست دارن یک کسی رهبرشون باشه. ولی این که بیای باهاش صحبت کنی بگی آقا من حرفم اینه، نظرم اینه، آقا ناصر تو نظرت چیه، دیوانه میشینه میگه آقا تو ماهی هستی، برچه هستی، یه مش دیوانه هست. این فیسبوک، ببخشید ها، این فیسبوک باید بگیم، چون همه اونجا میان فیس میدن، همه اونجا ادعای چی میگن، ادعای دانش و فهم و شعور میکنن، این فیسبوکه، به هم دیگه فخر میفروشیم، فیس میدیم، وقتی یکمش میخونی زیرش خالی. خب حالا از آقای دکتر داریوش احمدی هم صحبت کردیم، بریم مقاله شونو که هم روی فیسبوک هست، هم روی بالاترین هست، هم ببینیم، هم بخونیم، هم ایرادم بگیریم ازشون. چجوری ایراد میگیریم؟ الان میایم اینجا فیسبوک، نمیدانم، بله، خب ببینم کجا گذاشتم این بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره تجزیه طلبی. خب اول جمله یعنی چی؟ وقتی میگن بیانیه، بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، بعد درباره تجزیه طلبی، این یکمی آدم گیج میشه. همبستگی و اینها یعنی مثل اینکه فراخوان برای همبستگی با هم بودن یه جنبشی قراره یه جایی باشه، بعد شما راجع به تجزیه طلبی باید یه مقاله جدا مینوشید. ولی حالا با هم این صفحه رو نگاه میکنیم، select all، بیایم اینجا، اینجاست، ببینید دوستان کامرای دو، اوکی، بله، نوشتن که اسم صفحه شون هست همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. چون اسمشون اینه، وقتی می نویسن بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، آدم گیج میشه. این همبستگی چیه؟ سازمانه؟ نمیدونم حزب چیه؟ چون من اینجا نمیبینم، شما فقط نوشتید Solidarity for Democracy and Human Rights این ایران چیه؟ این مثلا مثل جبهه ملیه چیه؟ اگه اونه بعدم میگم ما دمش دنبال اسمای بزرگ میگردیم، البته بد نیست، میگن اسم باید گویای اون کاری که اون به اسطلاح میدونیم، مثلا مینسن کفاشی، خودش یعنی طرف میفهمه آقا اینجا من میتونم کفشم و واکس بزنم، ولی بعضی ها یه اسم میزنن، شما از دوستت میپرسی اینجا چیه، میگه والله منم نمیدونم، اسمش نمیخونه. خب این اسمش همبستگی برای دموکراسی. الان شما چندین سال این وبسایت رو دارید، جاهای مختلف فعال هستید، این مقاله رو من خوندم، برای دوستانم میخونم. دوشنبه 9 اکتبر نوشتید که هم میهنان آزاده. خب اونایی که هم میهن دربندن اصطلاح مورد خطاب شما نیستن. هم میهنان آزاده، سالیانی است که زمزمه تجزیه طلبی در ایران نیز ملت ما را رنج میدهد. اکثریت مردم نگران و آشفته و اقلیتی ناآگاه یا مزدور دم از جدایی میزند. این آمار اکثریت و اقلیت رو شما از کجا گرفتی؟
به ما هم نشون بدید که یه آماری گرفتم، چون من یه فیلمی رو بعدا بهتون نشون میدم مال پرس تیویه، داره راجع به دوره شاه صحبت میکنه، بعد میگه 30 میلیون زرتشتی تو ایرانه. میگم این دوره شاه 30 میلیون زرتشتی؟ یعنی همه زرتشتی بودیم؟ در صورت این سوال از شما و آقای احمدی، شما میدونید که میتونید مهمون برنامه من باشید، میتونید پیام بذارید و بذارید دوستان من این ناصر رو بلاکش کنم. ناصر جون با فیسبوک و اینها با من تماس بگیر، یعنی اجازه بدید من شما رو ببندم بندازم بیرون، شما حالید نیست عزیز من. جان مادرت، مگه من به مادر شما کاری دارم عزیز من؟ برو دنبال کارتو ناصر کونگره، برو طرف های قزوین، شاید وضع بهتر بشه. اجازه بدید من این یا وایسا چیزی ننویس، این دو بار پاکت کردم، یه بار دیگه بنویسی بلاکت میکنم، میری اونجایی که حسابت با باقیشو بخون. مگه من نوکر تو هم که باقیشو بخونم مرد حسابی؟ اجازه بدید دوستان من اینو بهتون نشون بدم، کسی که اینقدر احمقه هنوز من صحبت نکردم میاد حرف میزنه، چه باقی؟ شاید تو بخوای 10 صفحه اینجا مزخرف بنویسی، من مجبورم همه رو بخونم. بیا این نگاه کنید دوستان، شما هم یاد بگیرید اگه کسی مزاحمتون میشه. ببینید این آقا نوشته باقیشو بخون، روی اسمش کلیک میکنید، میاین اینجا. اصلا این آقا اصلا جزء دوستان ما نیست. آقا ما یه دیوونه خونه باز کردیم، فقط به اونایی که خانواده‌شون پول میدن ازشون نگهداری کنیم، ما اینجا اجازه میدیم بیان تو این باغ بگردن. شما بی خود اومدی چیکار میکنی؟ بلاکش میکنی؟ یا علی مدد بفهم. این آقا هنوز داره راجع به افشای دلیل قتل قذافی در نمیدونم فلان ترسو بفهم. آیو شور؟ حتما که مطمئنم. خوشا باغی که توره یا شغال ازش قهر کنه، یا حالا از اون بهتر خوشا باغبونی که توره یا شغال با تیر بزنه بره. و اما پیشنهاد کار برای علی ترابی، جدی میگم علی جان، اولا دست به هیچ کاری نزن، سعی کن برای یکی یه کار کنی. 3 ماه 6 ماه یادمه یه نفر از دوستای ما اومده بود اینجا و میگفت که من کار میخوام. ما به یک خواهش کردیم، گفت بیاد به عنوان کمک موکد چسبون، اینایی که موکد نصب میکنن، نصاب، هلپر. گفتیم باشه. بیچاره صبح هم کافی میخرید میومد دنبالش، سوارش میکرد میبردش، عصرم میبردش، نهارم بهش میداد. اون موقع ها سال مثلا 1982 فلان 30 سال پیش ساعت 10 دلار هم بهش میداد. دوستان 10 دلار نقد یعنی ساعتی 30 دلار، یعنی ساعتی 20 دلار. حالا دو خیلی دیگه دو. آقا دو روز که گذشت که آقا سربی شما که ون داری یه ون بده من میخوام برم نصاب بشم. گفتم قصاب بیان؟ نه نصاب. گفتم نصاب چیه؟ گفت موکد نصب کنم. گفتم مثل همین دوستمون که براش کار میکنی؟ گفت ها. گفت آقا این کاری نداره، صبح میدم استوریج اینا رو میگیره میاره. گفتم شما یه روز برو ببین این وقتی میخواد این موکت ها رو محاسبه کنه چقدر اشتباه کرده، چقدر موکت اولی بریده، تا حالا یاد گرفته چجوری انجام بده. اینم ماجرای ما هست. فوری تا نیومده میخوایم استاد بشیم و بریم یه کاری رو دست یک کسی دیگه بزنیم و عوض کنیم و الی آخر. و اما خب بله من میترسم از شما، حتما آقای ناصر خان. من نمیبینی من میترسم اومدم اینجا قایم شدم؟ شما که نمیترسی برو داد بیداد کن، هر غلطی دلت میخواد بکن. اجازه بدین دوستان من این هم مقاله رو بخونم هم ایرادم رو بگیرم. بله کاملا شما درست میگید. بله بذارید من اینجا این مقاله اینم باز به این نتیجه رسیدم که موقع برنامه زنده کامپیوتر ما اسلو میشه. البته دلیلش هم درسته، چون 2-3 تا برنامه قوی که جون کامپیوتر رو میگیره، ولی این کامپیوتر خیلی گردن کلفت بوده، لابد این هم دیگه مثل ما پیر شد. ببینیم اینجا شیر، شما هم شیر کنین این برنامه ویدیو رو با کی؟ با دوستان روی مردم تیوی اگر کامپیوتر ما اجازه بده. آره.
شیر آن پیج یو منیج. بسیار عالی. حالا اونایی که مردم تی وی هستن میتونن ببینن. بله، در صورت ممنونم از دوستی که برنامه خط قرمز آقای پرویز قاضی سعید رو حمایت میکنه. من اونو نشون میدم، شما دوستان ببینید، تماشا کنید. امروز گفتم بهتون چندین فیلم داریم. یه فیلمی یک اطلاعیه از آقای دکتر ایران بومی داریم، سخنرانی و مشاوره، که من منتظر روزی هستم که ایشون مشکلات یا کیسای مختلفی که براشون به وجود پیش میاد، مثل آقای دکتر هولاکویی توی برنامه رادیویی یا تلویزیونی، اینها رو به دیگران بگه که دیگران اولا حس نکنن که اینها تنها کسی هستن که مثلا شوهرشون طلاق گرفته، زنشون طلاق گرفته، یا شوهرشون بدرفتاری میکنه، یا زنشون بدرفتاری میکنه، یا بچهشون خدای نکرده مثلا مشکل ایجاد میکنه و اینها. ببینن بابا اونم دیگم بچهش تینیجر شده، رفته مشروب خورده، رفتن، من یه دوستیم رفته بود بچهش امضای دکتر رو جعل کرده بود، رفته بود قرص گرفته بود به دوستاش و خودش هم داده بود، همه هی بودن. بعد البته اینجا یه تخفیفی میدن، وقتی بچه هنوز 18 سالش نشده بهش میگن که فعلا بره چند ساعت خیابون تمیز کنه، یا بره توی مدرسه وایسه به اونا بگه ببینید من این کار کردم، منو گرفتن، شما این کار نکنید. بهش میگن پابلیک سرویس. در صورت به خیر گذاشت. و پیام خسرو بهرامی، ماجرای شکنجه، یه نفر از من پرسید، دوست به اصطلاح صحبی، نظرت راجع به این که آقای ترامپ هم گفته من با شکنجه موافقم چیه؟ من از روزی که این ماجرای شکنجه چه تو ایران رژیم شاه، چه بعدن رژیم خمینی، چه اینجا آمریکا بعدن که به اصطلاح میفرسه کشورهای دیگه و اینا، همیشه با خودم میگم که اگه اینا این دستگاه دروغ سنج رو قبول دارن، خب ببندن به طرف بپرسن ازش. البته میدونید میگن که این نمیدونم قابل به عنوان مدرک توی دادگاه نمیشه اسیست. خب اگه قبول ندارن، ما دیدیم تو فیلم ها که یه سوزن به طرف میزنه، طرف از خودش بی خود میشه و میتونه همه چیز رو به اونا بگه که آقا من دیروز سوار هواپیما شدم، رفتم اونجا سوربی رو دیدم، قرار شد بریم اونجا نمیدونم ماشین بخریم، قرار شد بریم اونجا اسلحه بخریم. دیگه چرا اینا رو شکنجه میدن؟ الا اینکه خود اونها که شکنجه میدن افراد مریضی هستن، مثل آقای احمد فراستی. چیه این مثلا ناخون کشیدن و شلاق زدن و اینا اصلا براش مثل آب خوردن. چرا واقعا اگه شما یک کسی رو گرفتی دست پاش بستی به صندلی، خب یه سوزن بزن، این سوزنه از خود بی خودش میکنه. یا اگه به هیپنوتیزم و اینها باور دارید، بدونید یعنی این چیزها رو خودشون از این ور به ما میگن قبول کنید وجود داره، از اون ور میگن نه وجود نداره. اینم از این ماجرا. نظر من راجع به شکنجه اینه که همونجوری که آقای جان مکین گفت، شکنجه کار نمیکنه. شما زیر شکنجه طرف چیزی رو که شما میخوای بهت میگه که دست از شکنجه دادنش برداری و بری دنبال کارت. بله ممکنه حالا یک کسی هم بر حسب تصادف آمده و شکنجهش دادن، گفته که مثلا ما امروز بعد از ظهرم قرار، اولا دیگه این سازمان‌های اینجوری بلد شدن. وقتی مجاهدین به این عقب افتادگی 50 سال پیش بلد بودن که این یه نفر با دو نفر فقط در رابطه باشه، اون دو نفر فقط با دو نفر در رابطه باشه، که اگه اینو گرفتن هر چی هم میزننش فقط حسن و حسین بشناسه، نه که اینه که گرفتن 50 نفر بشناسه. حالا بعد از 50 سال اینا نفهمیدن که یه کاری بکنن که یه نفر همه اطلاعات رو نداشته باشه. شما هرچی میخوای بزنیش، هرچی میخوای آب بریش تو حلقش و الی آخر. یادمه که چند مدت پیش وقتی که اعلام کردن که دولت داره ایمیل ها رو نگاه میکنه، اعلام کردن که اینا همه چی رو میخونن و فلان اینها، یه دفعه دیدن ای داد بیداد تروریستا. فکرشو بکنید، شما مثلا تو آلمانی، من توی آمریکا، خب اگه سوربی برای آقای ایکس ایمیل بفرسه، ایمیل که میخواد بره، حالا ما نمیگیم از رو آب میره، ولی وقتی میخواد بره از اینترنت و ساتلایت و فلان اینا که اتفاقا توی آب هم میره، خیلی از کابلای اینترنت و اینا توی اقیانوس و اینا خوابونده، اونا میدیدن، اینا اومدن با هم تماس گرفتن، گفت ببین سوربی وقتی رفتی آمریکا برو بنویس مستر ایکس، اینم پسوردش، ایمیل من باز میشه، من مینویسم میذارم تو قسمت پیشنویس،
درافت. ما شیرازی ها میگفتیم چرک نویس. چرا میگفتیم چرک نویس؟ نمیدونم. میگه این چرک بدخط نوشته، میگه این چرک نویسه. حالا بعد میخوام پاک نویسش کنم. ولی پیش نویس درست هست و پاک نویس یا پیش نویس و فاینال در هست. یه دفعه دوزاری اینا افتاد که آقا اصلا بدونی که این اکانت به اکانت، حساب به حساب بشه، این دوتا روی اکانت برای هم نامه می نویسن، نامه رد و بدل میشه، بعدم اون مینه من به دستم رسید، پرینت کرده پاکش میکنه میره، اصلا هیچ چیزی انجام نمیشه. بعد اینا گفتن خب حالا یه سری توی سوراخ‌های درفتتون میزنید. خب بشر 9 تا سوراخ داره، اینا میخوان تو 9 تا سوراخمون سر بزنن، مواظب باشید. اینم از این ماجرا. ساعت 2:40 دقیقه است، 20 دقیقه دیگه شما رو میبرم. عقل بشر مخصوصا برای این دوستانی که روی فیسبوک نگاه کنید، آقا این آقای سعید دیده ما داریم راجع به شاهکار بینش پژوه صحبت میکنیم، اومده نظرشو گفته. والا بلا اگه مینوش این بهترین خواننده‌ای که تو عمر من تا حالا پیدا شده، من نپاکش میکردم نه چیزی. ولی آخه مردک نادان، حالا رفته دیگه بلاکش کردیم، چرا میگی؟ تا از راه رسیدی من دارم میگم ما انسان‌ها، این مال چیز یک به اصطلاح نویسنده بزرگی، اصلا یه فیلسوفیه که میگه ما یاد گرفتیم پرواز کنیم، ما یاد گرفتیم شنا کنیم، تو آب بریم، ولی یاد نگرفتیم آدم باشیم. وقتی میاد میگه آقا شما کجا ماهی هستی؟ آقا به تو چه؟ تو برو بدبخت سرتو بکنم تو آب تا خفه شی. چی بگم خدایا؟ علی کی، جالبه این کی رو اینجوری می‌نویسید، خیلی جالبه، K-A-Y. خب دکتر ایران بومی رو من براتون پیدا کنم، یه سخنرانی داره و براش نوشتم که آقای دکتر ایران بومی درست ساعتای شما تو آلمان با ما فرق میکنه. دوستان 5 نوامبر یعنی آخر این ماه 4-5 روز میگذره، بعد ساعت تو آمریکا عوض میشه، یه ساعت یا میبرن جلو یا میارن عقب. اینا هم از بس ساعت رو بردن جلو آوردن عقب، دیگه ما نمیدونیم ساعت حقیقی چیه و یه مشکلی هم اشتباه میشه. این وسط ثابت کردن هیچ فایده ای هم از لحاظ انرژی تا کنون نداشته. میگن از اون ور بیشتر روشنایی میگیری، در عوض از این ور صبح با چراغ روشن کنی و الی آخر. ببینم آقای ایران بومی این چرا، ما 2 صفحه فیسبوک اینجا بازه. آهان آقای خسرو بهرامی، دوست عزیز، وقتی من برای شما می نویسم با دقت بخون. 3 بار من برای شما نوشتم آقای خسرو بهرامی، من توی عروسی دارم فیلم برداری می کنم، اگه می خوای پیامی بذاری که من تنها بشنوم، خب بذار دیگه. اولش مثل اون دوستمون بگو آقا این پیام برای خودته، بعد مثلا بگو آقا من پول فرستادم تا چهارشنبه اگه نرسید پول. اگه می خوای پیامی بذاری که برای بینندگان، خب بذار دیگه. آقا این به من زنگ بزن تا بهت حرف بزنم، این چه صیغه‌ایه؟ یکی بیاد برای من صحبت کنه، من زنگ میزنم شما نیستی، سلام و احوال پرسی میکنم، بعد میگم حالا شما به من زنگ بزن تا من باهات صحبت کنم، بعد شما زنگ میزنی من نیستم. خب به خاطر این پیامگیر رو درست کردن، ازش استفاده کنی. ایشون لطف کرده بعدن زنگ زده پیام گذاشته چند تا مورد درباره همین آقای شاهکار بینش پژوه. ببینید این اسم اینقدر خوبه که این بنده خدا وقتی میخواد اسمشو بگه گیج میشه، نمیدونه بینش پژوه شاهکار چیه، فامیل این استاد لقب چیه، لقب این شاهکار لقبشه چیه، نمیدونه. کارمون خیلی خراب. خب بذارید ببینیم که پیام آقای خسرو بهرامی، این کامپیوتر ما هم یک کمی کارش خرابه، بریم سراغ فایرفاکس ایراد داره یا بله، میگه فایرفاکس is not responding. responding یعنی جوابگو نیست، جواب خواسته های شما رو نمیده، مثل سازمان مجاهدین. به این آقای گلن میگه بینندگان عزیز باز شد این، رفتم روی اینترنت اکسپلورر. دوستان تا روی اینترنت اکسپلورر هستم نگاه کنید، اگر آمدید روی اینترنت اکسپلورر باید تمام چیزایی که من اینجا میبینم شما هم ببینید، آگهی ها هیچ جا خالی نباشه. اگه جایی خالی هست اون قسمت کامپیوتر شما اشکال داره، شما باید کامپیوترتون رو ببرید بدید یه جایی درست کنم. ما خودمون رو پیر کردیم، موامون ریخت که به این نادان قاضی مملکتمون آقای
شهافر بگیم آقا کامپیوتر تو اشکال داره، کامپیوتر تو پلیر ویندور پلاگش نمیدونم ادانش نداره. نشد که نشد، ما دیگه گیو اپ کردیم دیگه، بریدیم. حالا بذارید من اینجا ببینم میتونیم روی جیمیل و اینها بریم این پیام و اینها رو پخش کنیم. usasorby@gmail.com. و اما ببخشید که من اینجوری برای شما حرف میزنم، بعضی وقتا وقتی برنامه زنده است و ما خودمون رو وابسته کردیم به سیستم، اون وقت سیستم اگر کار نکنه من موندم و تو تنها. اینم این دارم ساین این میکنم. این ماجرای ساین این یا امضا کردن هم خیلی جالب شده. یه جایی میری میگی پسورد رو انتخاب کن، انتخاب که میکنی میگی نه این خوب نیست، یه ای یه ای یه اوی یه چیزی بذار داخلش. بعد آقا آدم یادش میره، خب شما این کاری کردین که من اون چیزی که یادمه بذارم. بعد هر کدومشون یه چیزی میگن، یکیش میگه باید کپیتال داشته باشه، نمیدونم لوور کیس هم داشته باشه، یعنی بزرگ و کوچیکم بنویسی، باید عدد داشته باشه، باید از این حرکتای ا ا او منها فلان نام داشته باشه. یکی دیگه اش میگه نه اینا رو نباید بذاری. حالا همه اینا گذشته، یه دستگاه اومده میگه پروگرام میگه اینا رو ولش کن، شما بیا برنامه ما رو سوار کن، ما هر جا میخوای بری برات همه چی رو میدونی. اون وقت اینجوریه که همه زندگی تو یه دفعه میان میدوزن، بعد میگن ما میخوایم بریم بانک یه چکی مال دوستمون دیپوزیت کنیم، هر ماه مثلا این پولو میفرسه. میگی این آقا کیه؟ میگم بابا این هر کی شما داری میبینی هر ماه این دیپوزیت شده. اگه اون من تقلبی رفته بودم چکش آورده بودم، یا اگر این آدم دوز بود فلان بود که تا حالا باید میگرفتنش، که همشون هم یه چیز یاد گرفتن. ساری این برای اینه که از خود شما حمایت کنیم. میگم مورد شور حمایتتون ببره. شما یه دفعه 145 میلیون مشخصات رو میدید دست یه کسی که نمیشناسید، اون وقت برای 10 دلار 20 دلار که میخواید بگیریم اینجوری ما رو اذیت میکنی، این شد حمایتتون. آقای علی زرابی در وصف نظام به چاپ به چاپ به چاپ جمهوری اسلامی. خب خیلی ممنون، این شعر رو حداقل 100 نفر برای من فرستادن، من بیش از 3000 نفر روی ایمیل هم هست. ولی خب شیره را از حبه انگور سرقت میکنن، شهر را از لانه زنبور سرقت میکنن. من بیکارم اینجا نشستم شعر میگم، تو بیکاری اونجا نشستی شعر میگی. وقتی یکی گفت چی کار کنیم هیچ که نمیدون چی کار. اینم ماجرای بعض همین. من برای اینا مینویسم ای کاش خمینی هم مثل شما شعر میگفت، ای کاش خمینی هم مثل شما بیانیه صادر میکرد. صحبت از بیانیه شد، باز بریم از دوستمون ایراد بگیریم. از دشمن ها که نمیشه ایراد بگیریم، فکر کنم باهاشون دشمنی، از دوستان ایراد بگیریم تا بلکه اینا هم دشمن بشه. خب اینجا آقای داریوش احمدی بله بیانیه همبستگی رو توی این صفحه چیز باز کنیم. گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سرخر زندگی کنیم. سرخر امروز برنامه ما این آقای ناصر کنگره بود. این حالا تازه کنگره هست اینجوریه، اونایی که دیگه از کنگره و پارلمان چیزی نمیدونن ببین چی جوری هستن. کمرای دو این نوشته رو بزرگتر کنم براتون، چون میخوام بیام اونجایی که به اصطلاح از سازمان ملل از منشور بین الملل صحبت میکنه، بگم خب ما اینا رو که میدونیم چه کار باید بکنیم، چی باید اجرا کنه، اگه اجرا نمیکنن من و شما چه کار میتونیم بکنیم. اینجا امیدوارم کامپیوتراتون صفحش بزرگ 27 اینچ و 30 اینچ اینا باشه تا ببینیم چه میشه. خب بله، سالیانیست که جدایی طلبا اونجوری، اونایی هم که میان میگن حالا خود مختاری میخوایم یا جدایی میخوایم، ایشون نوشته که اینها یا مزدورن. اتفاقا اون روزم یه مقاله ایشون برای من فرستاد، برای شما خوندم، تو برنامه جمعه بود. و ایشون میگه که در نتیجه میدونی این قسمت بالا نوشته خودشونه دیگه، سردبیر یا مسئول این وبسایت، در نتیجه میتوان گفت مشکل عمده کشور ما خود سیستم ولایی است
که نه تنها جوابگوی ملت نیست، بلکه قوانین خود و حقوق بین المللی هم را هم زیر پا گذاشته و توانسته ایران را از جامعه جهانی دور نگه دارد. ما دریافتیم که میتوان خوشبختی ملت‌های اروپا را در همجواری مسالمت آمیز و برداشتن مرزهای جغرافیایی جستجو کرد و یافت در قوانینی که به دست مردم و برای مردم وضع و مستقر شده است. خدا وکیلی تا اینجاش، یعنی شما فکر میکنید یه ایرانی هست که اینا رو ندونه؟ تا اینجایی که شما نوشتید، خب همه میدونیم، خود شما نوشتید ما دریافتیم، یعنی زمان گذشته است یا همینجور ماضی نقلیه، وقتا میگفتیم ماضی نقلی، در گذشته اتفاق افتاده و همچنان ادامه داره. خب حالا اینجا نوشتید داشتن جایگاهی در دامان جامعه جهانی نه تنها احترام به قوانین و قراردادهای بین المللی هم می باشد، بلکه آگاه کردن مردم در این موارد را نیز در بر دارد تا از هیجان زدگی با دلواپسی و فریب جلوگیری شود. از این رو ما برای آگاهی هممیهنان ما ترجمه اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مصوب 1993 را که در قسمت دوم به استقلال و تجزیه طلبی پرداخته است منتشر میکنیم. یعنی مشکل من و شما دوستان این بوده که ما ترجمه این اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر را نمیدونستیم و حالا که این دوستمون چندین زبان میدونه، آلمانی میدونه، روسی میدونه، انگلیسی میدونه، حالا که این رو برای من و شما به اصطلاح حل کردن، احیانا ما بعدش یه کاری میکنیم. ولی من نمیدونم بعدش من خواننده باید چه کار کنم، من خواننده موافق با شما باید چه کار کنم، این چه باید کرد رو ما یاد نگرفتیم هنوز توضیح بدیم. متن کامل به فارسی، حالا این قسمت دومش رو براتون میخونم. اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مصوب 1993، نوشتن کنفرانس جهانی حقوق بشر به تعهد رسمی همه کشورها در انجام وظایفشان در ارتقاء جهانی احترام، رعایت و حمایت از همه موارد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بر اساس منشور سازمان ملل سایر اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق بین المللی را مورد تایید مجدد قرار میده. چرا مورد تایید مجدد قرار میده دوستان؟ و چرا سال 1993؟ برای که تا سال 1993 اجرا نشده، درسته؟ من به شما میگم آقا داری از اونجا میای، این پیچگوشتی رو هم با خودت بیا. شما میای اینجا میگی یادم رفته، وقتی داری میری میگم مجددن به شما میگم لطفاً پیچگوشتی رو با خودت بیا. خب حالا داشته باشید اینو. در این چارچوب گسترش همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر جهت تحقق کامل اهداف سازمان ملل اساسی میباشه. خب موافقیم، ما همه موافقیم. کنفرانس جهانی حقوق بشر با توجه به وضعیت خاص ملت‌های تحت استعمار و سایر اشکال سلطه بیگانه یا اشکال خارجی، حق ملت‌ها در مبادرت به هر عمل مشروع مطابق منشور سازمان ملل در تحقق حق غیر قابل انکار خیش در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می‌شناسد. یادتونه وقتا تو مجلس میگفتن احسنت احسنت، وقتا وقتی رقاص عربی خوب می‌رقصید میگفتن مرحبا مرحبا، هی پول می‌ریختن روش. خب که چی؟ دوباره میاد اینجا، طبق اعلامیه 1970 اصول حقوق بین المللی در مورد روابط دوستانه و همکاری میان کشورها طبق منشور سازمان ملل، این حق نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای هر عملی که منجر به تجزیه یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت و مستقل که طبق اصل حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها امور خود را در دست دارند و بدین ترتیب دارای دولتی هستند که نماینده کل مردم متعلق به آن سرزمین و بدون تبعیض از هر نوع می باشد تلقی گردد. جمله اینقدر طولانیه که شما وقتی میخونی میرسی به آخرش چی میشه؟ یادت میره درباره چی صحبت میکنی. ولی باز یه سوالی، من 61 سالی که عمر دارم، از
15-16 سالگی که اسم سازمان ملل و اینا رو شنیدیم، چند بار شنیدیم قطعنامه رزولوشن، قطعنامه یونایتد نیشن، سازمان ملل رو زیر پا گذاشتن، قطعنامه صلح رو شکستن، قطعنامه آتش بس رو شکستن، اینقدر شکستن که هر جا ما را میریم این شیشه خورده ها زیر پامون خونین و مالینمون کرده. دوست عزیز، آخوند اگر میشینه روزه امام حسین رو میخونه، آخرش چه باید کردم میگه، میگه الان پالوده حاضره، بزنید تو سر خودتون، برید اونجا تو صف وایسید، آشم بگیرید. من و شما چه باید کرد رو یادمون میره، فقط ذکر مصیبت میکنه. و آخوندهایی که فقط ذکر مصیبت کنن مجلسشون دوام نمیاره. یه دوستی گفت آقا این تنها صدای راستین از درون ایران است. گفتم شما چند نفرین؟ گفت آقا ما اسمشو بزرگ کردیم، والا 4-5 نفر هم نیستیم، همین 4-5 نفر هم که با هم سلام علیک داریم، چشم دیدن هم دیگر رو نداریم. دوستان بیاین به خاطر چی میگو محض رضای خدا، یه سازمانی اگر را میندازین واضح بنویسید میخواید چه کار کنید، تا 4 نفر جذبش بشن، اونام با اسم مستعار و اسم مسترا و اسم نمیدونم فلان نیان جلو. آقا من سوربی هستم، ویرجینیا زندگی میکنم، دیدم بعضیا میخوان ماشینشون رو بفروشن، اینجوری عکس دستشون میذارن جلو شماره ماشین. خود منم ناخودآگاه میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، وقتی عکس ماشین میگیرم رو نمرش چی میکنم؟ من نمیدونم، من اگه میخوام ماشینمو بفروشم نمرش مثلا یکی برم داره چیکار میکنه؟ مگه این آگهی زدن توی کرگلیست یا آگهی زدن توی بچه های محل ویرجینیا با اونی که شما یه تابلو وقتا میخریدی $1 میذاشتی پشت ماشینت تو خیابون که ماشین تو پار میکردی نوشتی فورسل، دیگه نمیتونستی تگشو برداری، نمرشو برداری، اگه نمرشو برمیداشتی پلیس میاد بهت تیکت میداد. اینا یه چیزایی که ما نادانسته انجام میدیم و به هر کی هم میگی میگه والا من نمیدونم، دیدم دیگران کردن منم کردم. شما سازمان های گراس روت یعنی چی؟ سازمان های مردمی از پایین به بالا مثل آقای اوباما را بندازید، بگید آقا ما امروز 100 نفر عضو داریم، این ماه شد 120 نفر، بشینید بگید چرا 20 نفر بیشتر نیومدن، ماه دیگه تبلیغاتمون رو زیاد کنیم، ماه دیگه این کار نداریم، نیستیم، نکنید، مجبور نیستید، مجبور نیستیم همه ما بگیم توی حزبی هستیم تظاهر کنیم. من با آقای احمدی نمیگم، و این دلیلی که از ایشون اینجوری انتقاد میکنم چون ایشون میدونه که من وقتی یه نفر میگم منظورم جنراله به همه. آقا هر کسی اومده جنبش سربازان جان به وطن نمیدونم فلان، طرف نشسته تیمسار فلان ارتش فلان، میگم آقا بیا صحبت کن. این مرد حسابی هنوز بلد نیست که مثلا تو ترکیه اگه ساعت 10 شبه بنویسه تو کامپیوتر تایم این واشنگتن دی سی براش بنویسه مثلا 2 بعد از ظهر، اون میخواد بره ایران رو نجات بده. خب من بهش میگم ای کاش آخوندام مثل شما بودن. اون یکی پیاده بلند شده رفته میگن دلاور، میگم ای کاش آخوندام مثل این احمق دلاور بودن، بلند میشدن میرفتن. این باز جواب آقای آریانپور. آقای آریانپور اینایی که قریب الوقوع قرار ایران آزاد بشه دیگه خودشون خجالت میکشن، دیگه الان سازمان مجاهدین نمیگه امسال سال براندازی، نشستن منتظر آقای ترامپ، همینسه ترامپ گفت این طوفان، این آرامش قبل از طوفانه. بله آرامش قبل از طوفانه، چون طوفانی قراره تو وایت هاوس بیاد. الان یقه دیدید 2 هفته پیش یقه یکی از وزیراش گرفتن که چرا هواپیمای شخصی برده اینور، پول هواپیمای شخصی داده و چرا هواپیمای ارتشی رو که خیلی گرونه برده اینور اونور استفاده. از دیشب تا حالا یقه معاون آقای ترامپ رو گرفتن، مایک پنس. این آقا بلند شده از لاس وگاس با هواپیما رفته ایندیانا، از ایندیانا دوباره برگشته سان فرانسیسکو یا لس آنجلس یه جایی. بهش گفتن آقا تو $250,000 خرج کردی که بری اونجا، چرا؟ چون ترامپ میدونه که طوفان قراره بشه. 3 تا از وزیراش آقای رکس و اون یکی دیگه همین منوچیه چیه اینا
با هم قرار گذاشتن، اگه یکیشون رفتن اون ستام برن. اصلا بهش میگن سویساید پک. سویساید پک اصلا تو چیزای مثلا آرمی و تو چیزای گنگ و اینا هست، من برای همه، یکی برای همه، همه برای یکی، اینجوری. اون طوفان اونجاست. بعد آقای غلام ترشیزی من میگه که شما مجاهدین کجا گفتن ما منتظر ترامپیم؟ میگم آقا وبسایتشون من نگاه میکنم، mujahedin.org، تبلیغ مجانی، برید نگاه کنید دوستان عزیز. من اینو میارم بالا ببینید. چالش سگ بفرمایید. سنگ یا سگ؟ چالش سنگ. جنبش زیرتنبونی البته زیاد داری، مبارز نستور. بله، این جنبش زیرتنبونی یا زیرشلواری، میدونید که منظور اینه، اینا که صبح از خواب بلند میشن میان جلو کامپیوتر میشینن. بعد یکیش آقای حخا بود، حالا باز صد رحمت به اون فولادوند و شایان کاویانی و اینها، اینا نرسیدن به این فیسبوک و توییتر و اینها، فقط از طریق این تلویزیون به اصطلاح اون دانسته های مغز فرهیختشون رو به این اون منتقل کردن. دوستان عزیز بریم با هم صحبت های این دوستمون رو بشنویم. پلیر 4 اینجا، اینم براتون پلی کنه. شما هم میتونید مثل این دوستمون برنامه بذارید هر هفته منظم. الان برنامه شماره 23 عقل بشر رو با هم گوش میکنیم. این کاری که ایشون انجام میده یه کمکی هم به من هست که من اینجا یه بریک بگیرم، بریک چند دقیقه تنفس. سلام و درود بر شما. انسان که تنها آفریده خلق شده با قدرت تغییر و پیشرفت است، به علت عدم آشنایی به خیش و ناآشنایی به قدرت‌های مغز، بزرگترین مانع عدم پیشرفت و بهبودی خیش است. با وابستگی غیر منطقی و غیر عقلی به ارث‌های اجتماعی از مشکل‌ها نجات نیافته و تمام بحران‌هایی را که با دست خود ایجاد کرده می‌تکرارد. با تجربه و بررسی بر افرادی بسیار چنین یافتم، هرگز خواهان اندیشیدن نیستند و ترجیح می‌دهند عمر را با آنچه در خردسالی و جوانی آموخته‌اند به سر برده و خود را مشغول فکر و اندیشه و مطالعه نکنند. بگذاریم که از شنیدن و یا خواندن موضوع‌های مخالف و خارج از معیارهای انباشته شده در مغز دوری می‌جویند. از نقطه نظر علمی، فراگیری هر موضوعی تجربه را افزایش و بر قدرت انسان می‌افزاید. افراد بسیاری که به قدرت مغز و گنجایش ببخشید دوستان، اجازه بدید من اینو خاموش کنم. دانستن و فراگیری یکم من صحبت ایشون رو برمیگردونم. این افراد از آن طول فکر و اندیشه و مطالعه نکنند. بگذاریم که از شنیدن و یا خواندن موضوع‌های مخالف و خارج از معیارهای انباشته شده در مغز دوری می‌جویند. از نقطه نظر علمی، فراگیری هر موضوعی تجربه را افزایش و بر قدرت انسان می‌افزاید. افراد بسیاری که به قدرت مغز و گنجایشش همانطور قبلا گفتم اطلاعی ندارند، وقتی موضوعی به آنان اطلاع داده می شود، بی نیازی دانستن و فراگیری خیش را ابراز می کنند. این افراد از آنچه می دانند و مقدار فایدهش و مغز خود بی اطلاع هستند و عقل خود را انبار دانش تصور می کنند. در برابر این عدم علاقه به دانستن بیشتر، سیستم دولتی از قدیم خواهان دانستن همه چیز بوده و در انجام این هدف رفتار، گفتار و اندیشه های تمام ملت را مراقبت می کند. باور کردنش دشوار است چگونه دولت های امروز سازمان ها و دستگاه ها و آرشیف هایی تهیه کردند که بو و مقدار هوای نفس هر یک از افراد ملت را شمرده تا از همه حرکت هایشان مطلع باشند. همین دولت ها که تمام دستگاه های تبلیغاتی دنیا را مراقبت می کنند، از اینکه شهروندانشان این دستگاه ها را ببینند یا بشنوند بسیار دلهوره دارند. در کشورهای زیادی شنیدن و یا تماشای رادیو و تلویزیون کشورهای دیگر ممنوع و جرم شمرده می شود. وقتی با کسانی که در سازمان های کنترل و مراقبت مردم گفتگو می کنیم، در می یابیم آنها بدون دانش خارج بودن مغز از توانشان، مانند یک دستگاه کاری را انجام می دهند که چوپان خواسته است. با درگیری در محیط گرایش گروهی، مغز کار خود را بسیار مهم تصور می کند. با اشاره به تسلط منشی گروهی بر مغز، اداره کنندگان این دستگاه ها بدون اینکه
در کنند به یک بیماری روانی مبتلا می شوند که خواهان دانستن همه چیز همه افراد هستند. این کنجکاوی چنان در روانشان می روید که خودشان بره این سیستم می شوند و مغزشان فقط در محیط جاسوسی و اطلاع از همه چیز ز دیگران قادر به فعالیت است. اگر چنین نبود چگونه هر حکمرانی می توانست افرادی را استخدام کند که تمام ناهنجاری ها را به وسیله شان بر میهنانشان وارد سازد و احساس همدردی را از دست داده به درک ننمایند؟ اغلب دیگر اندیشان زندانی در آن مرحله از مبارزه به فکر بهتر بودن زندگی عموم هستند و شکنجهگران و خانواده هایشان هم از آن بهره‌مند خواهند شد. این بیماری روانی مغز خارج از کنترل در تمام دنیا منتشر است و کشوری چون آمریکا با دست گذاشتن بر تمام سیستم مخابرات دنیا خواهان جاسوسی بر همه کس و همه چیز می باشد. دوستی و همپیمانی برش بی‌معنی است. همینطور که در اخبار شنیده اید مکالمه های تلفنی صدر اعظم آلمان را مراقبت می کردن. آلمان هم این مراقبت را در جاهای دیگر انجام می داد. اغلب سفارتخانه ها دستگاه هایی دارند که می توانند تمام تلفن های کشور میزبان را مراقبت کنند. علت تأخیر افتتاح مجدد سفارت انگلیس در تهران این بود که ورود دستگاه های مراقبت را از ایران مراقبت را به ایران اجازه نداد. در اوایل استفاده از کامپیوتر شرکت مایکروسافت به کشور سوئد کامپیوتر و برنامه‌های اداره‌های مختلف فروخت. پس از مدتی این کشور بی‌طرف غیر استعماری متوجه شد تمام مسائل دولتیش در آمریکا مراقبت و نظارت می‌شود. به چه سود آمریکاست که بداند چند هزار تن در سوئد بازنشسته هستند یا مبلغ دریافتی ماهانه‌شان چقدر است؟ همانطور که گفتم یک نوع بیماری گروهی است. با تغییر رئیس جمهور و یا به قدرت رسیدن این حزب یا آن حزب این مراقبت ها متوقف نمی شود و با پیشرفت دستگاه های مدرن هر روز افزایش می یابد. تمام شرکت های ارتباطی متعهد جاسوسی برای کشور آمریکا هستند. اگر این همراهی را نکنند تعطیل می شود. وقتی هزینه این جاسوسی ها را در تمام دنیا جمع کنیم به مبلغی سرسام‌آور می رسد. اگر بر آموزش و ریشه کندن فقر خرج می شد دنیای ما بهشت بود. انسان آدم می شد و از بدجنسی دست می کشید و بدکرداری نبود که نیاز به مراقبت داشته باشد. چرا انسان این سیستم را برای کره نهاد؟ به یاد دارم در درس تاریخ به ما افتخار را یاد دادند. پادشاهان ساسانی برای مراقبت ملت جاسوسان گماشتند که گوش و چشم شاه خوانده می شدند. چرا؟ آیا بهتر نبود این افراد با گسترش کشاورزی در دشت و افزایش محصول فقر را از بنیاد بکنند؟ یا آیا ادامه سلطنت بجز با اجرای عدالت ممکن است؟ خب آقا شاه برو عدالت کن. آقا شاه برو عدالت کن. چرا جاسوسی میکنی؟ برای اینکه بیدادگر است. قدرت تسلط برخیش را ندارد و مانند دیگر افرادها آزها و احساساتش او را به گمراهی و بدرفتاری میبرند. علاقه به ادامه حکمرانی که هوسی خارج از عقل و اندیشه است فقط با کنترل و ظلم بر ملت ممکن میباشد. در حالی که وزارتخانه های دولتی باید در چارچوب بودجه محدود کار کنند، دستگاه های جاسوسی از ثروت عمومی هر چه بخواهند میستانند. اگر کمبودی بود فوراً از بودجه سازندگی و ساخت کشور کاسته و آن را در اختیار دستگاه جاسوسی مینهند. حقیقت وضع این دستگاه ها پس از سرنگونی رژیم فاش و برملا می شود. بیاد داریم که روزهای اول انقلاب دستگاه های تبلیغاتی در ایران از مرکزهای ساواک بازدید کرده و درباره ماجراهای اتفاق افتاده در آن برنامه ها پخش کردند. از خود می پرسیدم کی جمهوری اسلامی همین کارها را تکرار خواهید کرد؟ بیچاره شاه که در مصاحبه هایش می گفت به من کشوری را بشناسانید که سازمان امنیت نداشته باشد. آنان که حل مشکلهای ایران را در تأسیس یک قانون اساسی جدید می دانند بیایند و علناً سوگند بخورند که دستگاه امنیت مخوف تأسیس نخواهند کرد. آنان که شاه اللهی و مخالف جمهوری اسلام هستند بروند مسئولین زنده ساواک را بازجویی و محاکمه کنند، زیرا عوامل ایجاد شرایط قیام ملت و سرنگونی سلطنت همین اینانند. به جای حمله به میهن پرستانی که با ماندن در ایران همه چیز را به هدف بقای ایران
و یا با تحمل درد و مشقت به خارج فرار کرده اند بفهمانند که آنان سیستم رژیم محمد رضا پهلوی را دوباره بر سر کار نخواهند آورد. برای عبرت گرفتن اشتباه ها را شماره گذاری و معرفی کنند و به عدم تکرارش سوگند بخورند. آقای احسان نراقی در کتابش می نویسد که در خانه هویدا هم میکروفون کاشته بودند تا از تمام سخنان خود و میهمانانش با خبر شوند. اگر شخص دوم مملکت مورد اطمینان نبود و مطلع بود تحت مراقبتش، چه کسی را مورد اطمینان میدانستند؟ حال خود را به جای ایشان بگذارید و از خود بپرسید برای چه به چنین رژیمی میتوان و باید وفادار بود. بگذاریم که تلفن خصوصی شاه از سوی انگلستان مراقبت میشد. عموما عبارت های ملت و تنخواهی و میهن پرستی در فرهنگ عمومی مردم این جهان نوین است و ریشه تاریخی ندارد. به عبارت دیگر در گذشته میهن و ملت و مردم هیچ اعتباری نداشتند. پیروی و تبعیت و مبایعت از حکمران اصل مسئله بود. کشورها توسط همسایگان و بیگانگان اشغال میشدند و مردم هر زمانی بندگی به پادشاه را میپذیرفتند. در درس تاریخ موضوع میهن و هم میهن را غلط به ما یاد دادند. مثلا در عراق بین النهرین و جنگ های چهار قرن میان پارسی ها و عثمانی ها، مردم دوران آن زمان حکمران مسلط بر مردم را به گروه عمر و گروه علی میخواندند. برایشان حکمران مهم نبود، بلکه گرایش مذهبیش اعتبار و رسمیت داشت. تا امروز حکمرانان هیچ یک از کشورهای جهان و به خصوص عقب افتاده ملت نساختند. مردم برایشون گله هایی هستند که میچرند و آنان را در رفاه نگه میدارند. شاید شنوندگان این گفتار را درست ندانند. از اینان خواهش میکنم به این سوال اندیشیده و پاسخ دهند. چرا آمریکا به بهانه ای بدون دلیل به عراق حمله کرد؟ آمریکا در حدود 6000 کشته ارتشی و 6000 کشته جنگجویان غیر رسمی داشت. بیش از 35000 مجروح و معلول به کشورش بازگرداند. همینطور انگلستان میلیاردها دلار از ثروت ملتشان را به هدر دادند. برای چه؟ برای اینکه آقای جورج بوش و تونی بلر و همدستانشان میلیاردرتر شوند. اگر چنین نبود چطور و با چه وسیله ثروت آقای بلر به 12 میلیارد پوند رسید؟ چرا در هیچ وقتی مسئولیت و محرمانه بودن بانک های سوئیس مورد سوال نبوده و هرگز دست نخورده است؟ آیا کسی که به ملت و میهن اعتبار میدهد چنین اقدام یا به گفته صحیح تر در حق جوانان میهنش و انسانهای آیندهش جنایتی به این شکل مرتکب میشود؟ در کشورهای عقب افتاده ملت زیر ستم و جور قرار داشته و دارد و همینطور هم ادامه خواهد داشت. حکمرانان هنگام بیچارگی و ناتوانی و وقتی چیزی در اینشان گیر کرد ملت را به یاد می آورند و صدای انقلابیشان را می شنوند و عکس العمل و خشونتشان را حرام می دانند. ملت برایشان وسیله ایست که تمام ناهمواری های روانی به خواسته های آز درونیشان را فراهم می کند. هر تعداد از آنان سر به نیست شوند مهم نیست. آیا تا حال شنیده اید رهبری در جنگی کشته شود یا یکی از نزدیکانش در صحنه نبرد شهید و بهش رو گردد؟ تا وقتی که مغزها با عبارت های فدای رهبر شدن پر شده و از انسان بره می سازد، برای چه حکمران چوبان نباشد و یا نشود؟ خودشان دنیا را تحویل گرفته و آخرت را با چند لقب کلمه اعتباری توخالی و مفت به ملت تحویل دادند. این ناتوانی در کنترل فعالیت مغز سبب می شود که انسان هرگز تغییر نکند، به علت تنبلی و عدم اندیشیدن همان اشتباه ها را بتکرارد. مشکلی مداوم که تا دنیا بوده و هست ادامه خواهد داشت. در آغاز گفتم کسانی که خواهان فراگیری و تغییر و خارج شدن از لاک انسان هستند بسیار کم می باشند و همه پیش قراولان آدمیت را تاریخ انسان دور کرده، شکنجه داده و یا سربه نیست نموده. با مطالعه درباره اوضاع به این نتیجه رسیدم. امیدوارم اشتباه کرده باشم. هر گونه کوشش برای تغییر استفاده انسان از عقلش یک کار بیهوده و وقت ضایع کردن است. احساسات در کنار سلول‌های مغز استوار و نیرومند فعالند و قابل سست شدن هم نیستند.
تمام اصول اجتماعی و اقتصادی پای ریزی شده بر این کره توانای عقل را رانده و از اندیشیدن دور کرده. اوضاع همینطور که بوده ادامه خواهد داشت. امیدوارم ناامیدتان نکرده باشم. تندرست و موفق باشید. بسیار ممنون. ما هم امیدواریم شما شاد و سلامت و پیروز باشید، چون خود شما بارها خواستید که اگر ایرادی یا اشکالی یا نظری داریم بگیم. من دو سه تا چیز اینجا توی این برنامه که گفتید میدونید دوستان، من فقط وقتی این پیامو میفرستن، معمولا امروز صبح میفرستن، نگاه میکنم که مثلا این 12 دقیقه، 13 دقیقه، 16 دقیقه صدا باشه، ولی توجه نمیکنم، چون میخوام برای منم تازگی داشته باشه و منم مثل یه بیننده جدید بهش توجه کنم. من فکر میکنم شما یه جمله رو اشتباه گفتید، چون ما میدونیم که اگر دو تا کلمه منفی بیاد توی جمله معنیش مثبت میشه. شما گفتید بزرگترین مانع عدم پیشرفت خیش است. بزرگترین مانع عدم پیشرفت خیش است. من فکر کنم باید بگید بزرگترین مانع پیشرفت خیش است، و الا اگه بگیم بزرگترین مانع عدم پیشرفت خیش است، یعنی پیشرفت میکنه. در اصل شاید من اشتباه میکنم. این یک. یه جای دیگه شما گفتید مانند دیگر افرادها. افراد جمع فرد مطلقه. خیلی از ما خبر رو وقتی میگیم اخبار، بعد میگیم اخبارها. وقتی میگیم اخبار دیگه خبرها هست، جمع رو دیگه نباید جمع بس، یا اینکه من فارسیم به اصطلاح اشکال داره. شما میگی مسئولین ساواک رو محاکمه کنن، یا اینایی که میخوان قانون اساسی جدید تحویل ما بدن بیان قول بدن که وزارت اطلاعات نخواهند داشت. طبق همون گفته ای که شما یک کشور به من نشون بده که وزارت اطلاعات نداره، احتمالاً اینها هم همین کارو میکنن، فلسفهشون همینه. ضمناً خیلی از اینا خودشون ساواکی و ساواکی زاده بوده و هستن. و شما ببینید ما تنها ملتی هستیم که الان گرفتیم که آقا این آقازاده اینقدر پول دزدیده، اون اینقدر پول دزدیده، این تو بانک، اون بانک. من زیرش میام می‌نویسم که چه خوب شد که اینا رو ما فهمیدیم، و به زودی همون بلایی که به سر خانواده شاه و دزدی های اونها و دزدی هزار فامیل، صد فامیل، هرچی بود آوردیم و پولا رو پس گرفتیم، همون کار رو هم به سر این آخونده و آقازاده ها میکنیم. طرف به جایی که به خودش فوش بده که بی ارزه است، شروع میکنه به من فوش میده. مسئولین ساواک کتاب مینویسه، وایس اف امریکا میاد کتابشو پلاگ میکنه یا پروموت میکنه بیشتر فروش بره. قربونت برم. شما بگیم بیان اینا رو محاکمه کنی. آقای احمد فراستی میاد تو تلویزیون بی بی سی میشینه با بیچاره‌ای که شکنجهش کرده، تازه تو انگلستان هم طلبکارش میشه که ما شما رو کم کشتیم، اگه خوب به اندازه کشته بودیم این انقلاب نمیشد. و اما ایشون توی صحبتاشون گفتن وقتی که یه چیزی در این نشان گیر کرد خیلی فکرای بد نکنید. منظورشون این بود که وقتی لقمه تو گلوتون گیر کرد. و اما ببینیم که دوستان چی میگن. ممنونم از اونایی که برنامه ما رو با دیگران هم شیر میکنن یا با دوستانشون در میون میذارن. و بریم سراغ پرونده هایی که اینجا گذاشتیم. بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره تجزیه طلبی و قیمت دلار به 4038 ریال رسید، یا نوشته ببخشید 4038 تومان. ما که نه دلار داریم نه تومان داریم که بخوایم تبدیل به دلار کنیم، برامون هیچ فرقی نمیکنه. و اما راجع به کریستوفر کلمبوس، یا بعضیا میپرسن که آقا خب اگه این اومده آمریکا رو کشف کرده، پس چرا اینجا اسمش شده امریکن وسپوچی؟ یعنی چرا اسم اینجا امریکا هست و برمیگرده به امریکن وسپوچی؟ حقیقتش من تاریخ و اینا رو خیلی وارد نیستم، ولی چون امروز روز کلمبوس هست، روز این بیوگرافی کوتاه 3 دقیقه‌ای رو با هم نگاه کنیم و شاید یه چیزی یاد بگیریم. این همون چیزی که منم تو اول برنامه بهتون گفتم که میگه کلمبوس یک ایتالیایی بود، ولی اون موقع گویا ایتالیا، این اسپانیا هم خودش یه جونوری ها، بی خود نیست، بعدم مسلمان ها رفتن گرفتن و اینها. و این که زبان اسپانیایی مثلا
حتی ساوت آمریکا هم صحبت میکنه، اینا همه دنیا هم اونا یه بار رفته بودن گرفته بودن. ولی ببینیم که این بیوگرافی آقای کریستوفر کلمبوس، مینی بیوگرافی. Legendary explorer Christopher Columbus was born in 1451 in a sea town in Italy and began sailing as a teenager. He became probably one of the best dead reckoning, that's where you use a compass, one of the best dead reckoning sailors that ever walked the planet. Inspired by a letter from Paolo del Pozzo Toscanelli, Columbus believed that sailing west would be a faster way to get to India. After his idea was rejected in Portugal, Columbus went to Spain's King Ferdinand and Queen Isabella. They were intrigued with the idea and eventually gave Columbus the financing for the voyage. The Queen said, well, what do we got to lose? Maybe he's right. And maybe that's why she did it. If he finds something, all good. If he sails off into the sunset and we never see him again, so what have we lost? In August of 1492, Columbus set sail with the Nina, the Pinta, and the Santa Maria. After 2 months, Columbus and his crew arrived in the present-day Bahamas, convinced this was India. They were greeted by the native population, and Columbus couldn't help but notice the gold they were wearing. He had to prove that there was wealth there to justify himself to Ferdinand and Isabella. He had to bring back gold, he had to bring back spices. After establishing a settlement on what is now Haiti and the Dominican Republic, then called Hispaniola, Columbus set sail for Spain. Of course, he's immediately famous, he becomes a great hero, and the Spanish king and queen then have to decide how to exploit this great possibility that has come their way. So immediately they take their great heroic captain Columbus and they put him in charge of a new voyage, which will be a voyage of colonization. Upon arriving back in the Caribbean, Columbus found the settlement destroyed. Columbus enslaved the indigenous people, forcing them to mine for gold and rebuild the settlement. But the New World was not the golden paradise Columbus had promised. Conditions were poor and deteriorated further when Columbus left the settlement to explore the other Caribbean islands. By the third voyage, they were having a hard time getting crew. This guy was crazy. Everybody died. There was no gold. You weren't going to get rich if you went over there. There were no cities paved with gold. On the third voyage, Columbus would finally reach the mainland in Venezuela. But due to the mismanagement of Hispaniola, King Ferdinand had him arrested and returned to Spain. Though he was never convicted, Columbus had lost his titles and most of his wealth. After a final, unsuccessful voyage, he returned to Spain in 1504 and spent the last 2 years of his life bitter and disillusioned. He felt that the Spanish crown had not treated him as well as they should have. I think Columbus probably went to his grave still believing that what he had found was Asia. خب دوستان، مثل که سه تا سفر رفت اومد. وقت اون روز یه دوستی برای من این کلمه indigenous یا بومیان یا محلی ها اینا رو اون روز گفت، ولی من نمیدونم، میگه وقتی رفت اومد دید که اونجا ریخته شده به هم و بعد جنگ شد و بعد رفت و بعد اونا دیدن چیزی نیورد، گرفتن زندانیش کردن. راستش اگه کسی میخواد در رابطه با تاریخ و اینا هم برنامه داشته باشه صحبت کنه خوشحال میشیم. یکی دیگه از چیزای ما دو سه تا مجید داریم، یکی آقای خوشنودی مجیده، یکی آقای نوروزی مجیده. و برای من جالب اینقدر که ما به دوستان میگیم آقا اگه توی مجلسی دو نفر دارن صحبت میکنن یا یه نفر صحبت میکنن، شما صبر کنید وسط اینترو بهش میگن، اینجا زنگ تفریح میخوان برن جیش کنن، شما به همدیگه صحبت کنید. ایشون نوشته آزاد حیدری کی مناظره کنیم اینجا؟ خب به من چه؟ به بیننده های دیگه چه؟ اون وقت ما هی این برابرم میگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، ول نمی کنیم که، هی پوز میدیم. آقا میخواییم مناظره کنی با همدیگه قرارتون رو بذارید. دیدید با آقای چمنارام گفتم من آقا اینجا چیز ندارم،
امکانات اینو ندارم که مناظره بذارم، هی به این بگم هی به اون بگم، بعد اون بگه آقا من گفتم به وقت ترکیه، اون بگه به وقت فلان، نصفشون اصلا دروغ میگن تو اون کشوری که اصلا نیستن. هم صحبت کنیم، میخواین مناظره کنیم، مناظره کنیم، فیلمشو بفرستید، اینجا با یه هزینه کمی پخش میکنیم. اجازه بدید پس این رو هم من پاک کنم و یاد بگیریم. آزاده و مجید نوروزی، غر نزن. به کی داری میگی غر نزن؟ اگه به من داری میگی، من اصلا برنامه‌م غر زدنه. آزاد حیدری، کی مناظره کنیم؟ بله آقا، جناب سروی، این آقا حرفای واسه گفتن داره. کی؟ به خودش بگو با من تماس بگیره. دیدید اون ماجرای قهرمانی که یه نفر دیگه اومد گفت آقا این میخواد مصاحبه کنه، بعد روزی که بهش مصاحبه کردم گفت نه من که نگفتم میخوام برم ایران رو آزاد کنم، من همینجوری ناراحت شدم از دست زن و بچه، نمیدونم چه غلطی بکنم، گفتم برم ایران پالوده بخورم. اینجا جای ساده ای نیست برای مصاحبه. شما دیدید که طرف تا روز قبلش حاضره، بعد یه دفعه به دوستش بهش میگه آقا میخوای بری با سربی مصاحبه کنی؟ ببخشید ما نمیگیم اینجا شلوار کسی رو از پاش در میاری، ولی گاهی وقتا پیرنش رو در میاریم میپیچیم دور سرش، آخوندش میکنیم بره. خب میدونم وقت مناظره، بده به ما دو نفر. عزیزی من، اینا رو تو قسمت خصوصی باید بنویسی دوست نازنین، اون قسمت مسیج برای اینه. یعنی ما اینجا که کلاسمون تموم شد رفتیم، شما میای تو دفتر میگی سربی من میخوام چهارشنبه نیم ساعت با این آقا مناظره کنم. تو کلاسی که هستی یه هر چی اسمشو میذاری، این تعزیه است، این روزه است، تو این روزه خونی حداقل بذار ما که بالای منبریم روزه بخونیم، هی شما از اون پایین آقا کی بریم مناظره، آقا کی پلو میدن، پلو دم میدن، چای چی، کی میخواین یاد بگیرین؟ و من و شما میخواین تازه یاد ملت هم بدین، هی میگیم ملت را آزاد کنیم. آقا ملت آزادتر از من و شما. برو این فیلم آقای آریانپور برای ما فرستاده، نشونتون میدم، ببین اصلا ایران کجاست، دنیا کجا، جوونا کجا، من و شما کجا هستی. خب آزادی بیان، نه عزیز من آزادی بیان نیست، آزادی بیان این نیست. بذار آقای مجید نوروزی رو من با عزتون دوستان یک بلاکش بکنم تا روزی که بیاد. حالا تازه ما کلی تعریف کردیم، گفتیم این آقای نوروزی سخنوره، خودش خانمش برنامه دارن. آقا آزادی بیان، من یه بلیت بخرم $7 برم تو سینما، وقتی همه جذب فیلم شدن بیام بگم آتش آتش، وقتی همه رفتن دست پاشون شکست رو سر هم افتادن و اینها، بعد که پلیس اومد منو گرفت، من بگم آزادی بیانه؟ خب اجتماع میکنم اینا رو زرت میکنم بیرون نمیذارم گوش کنن. این همون چیز بدی که ما از تو ایران یاد گرفتیم، کسی که سر کلاس اذیت میکنه نباید از کلاس بکنیش بیرون، باید بشونی سر کلاس دو بار براش صحبت کن. حالا بعد از برنامه میفرستیم برای این آقای مجید نوروزی. آقا چه آزادی بیانه؟ شما آزادی بیان اینه که تو تلگرام یا تو فیسبوک بری یه چیز بنویسی. آزادی بیان اونم هست که بیاد راجع به این نظرشو بگه. آزادی بیان این نیست که اونی که شما گذاشتی یکی بیاد راجع به سربی چیزی بگه. شما اگر شعور سیاسی داشته باشی، شعور اجتماعی داشته باشی، بهش میگه عزیز من راجع به این صحبت کن. دیدید آقای سعید راجع به بینش نمیدونم شاهکار باباش کرده توضیح میده. ما بلد نیستیم این همه ادعا فلان قهرمان بلند شده ایران را آزاد کنه. آقا یه جوان 18 ساله ایرانی باید بیاد به این یاد بده احمق بابا مامان تو رو نجات دادن از سربازی بردن سوئد، اونجا زرتی یه زنی رو حامله کردی، بچه و فلان، بچه هات هم رفتن دیگران رو حامله کردن، نوه و برمیدن فلان، حالا سر 47 سالگی میبینی همه چی داشتی. سپویل، سپویل یعنی نونو رو لوس هستا، نونو لوس همه چی داشتی دیگه الان ببخشید نمیخوام بگم، حالا یا باید بری گی بشی یا باید بری از این کارا بکنی، نمیدونم ورزشای عجیب غریب بکنی، همون میان سالی بحران کارمون خیلی خرابه. نمیذارن آقا دکتر ایران بومی سخنرانی، بذارید من ببینم ایشون رو پیدا میکنم. ایران بومی اینجا، ایران بومی، شهرام ایران بومی، و روی فیسبوک هم بهتون نشون میدم. ایشون یک برنامه داره نوشته که دونشتاگ در حالی من متوجه شد فرستاده خدا را با جست
چقدر از این داستان ها داریم. اینو من بهتون میخوام نشون بدم، برنامه هایی میذارن اتفاقا تو دوسلدورف و فرانکفورت و اینها، و اگه یادتون باشه وقتی من باشون مصاحبه کردم این درباره خانم محجبه‌ای صحبت کرد که توی آلمان بهش اجحاف شده و ایشون رفته از حقش دفاع کرده. حالا اینجا نوشته قوانین ارث، وصیت، ازدواج و طلاق و چگونه در دادگاه میتوان پیروز شد. سخنرانی و گفتمان با دکتر ایران بومی. بهتون گفتم این دکتر ایران بومی دو بار مینویسه دکتر، برای که مثل 3-4 تا دکترا داره. وکیل دادگستری در آلمان. چنانچه هموطنان عزیز ایرانی که مقیم خارج از ایران هستند در مسائل ارث، وصیت، ازدواج و طلاق دچار مسئله حقوقی شوند و نتوانند به ایران سفر نمایند، قوانین ایران در پاره ای از موارد تسهیلاتی را در نظر گرفته که ایرانی‌ها بتوانند در همان کشوری که ساکن هستند امور حقوقی مربوط را به انجام برسانند. به طور مثال بین وصیت و تقسیم ارث در ادا کردن آن کدام مقدم است؟ آیا تمام اموال که موضوع ارث است میتوان به وصیت سپرد و دیگر اموال باقی نمانده یا باقی مانده که به ارث تقسیم شود؟ و آیا شرایط طبق قوانین در خارج از ایران وجود دارد که حداکثر چقدر میتواند اموال را به وصیت سپرده بشود؟ آیا کسی میتواند همه اموال خود را به کسی دیگر وصیت کند و دیگر برای وراث خود چیزی باقی نگذارد؟ آیا وراث آنچه که مربوط به ارث است میتواند وصیت پدرش را رد کند؟ سخنرانی و مشاوره با دکتر ایران بومی وکیل دادگستری در آلمان. اینم اسم آدرسشون رو با مشخصاتشون اینجا هست. اجازه بدید من بیارمش پایین‌تر. بله اینه، ببینید کی بوده؟ 1/12/2017. خب توی آلمان خدا رو شکر تاریخ رو درست می نویسن، اول روزش رو می نویسن، بعدن ماهش رو می نویسن، بعدن سالش رو. این آمریکایی‌ها همه چیشون مثل شطوره، قرقاتیه. ببینید سخنرانی و گفتمان پیرامون قوانین ارث و اینها، تستمونی، و اینجا هم نوشته که این فرام هست لابد، یا تاریخش فرایدی، ببخشید اونجا چی میگفتیم؟ فقط یه چیزی میگفتیم، بله فرایدی، بله یکم دسامبر 2017 ساعت 19 همون هفت شب. آدرس هم دادن دوستان عزیز، این اگر خواستید روی فیسبوک هم هست. اگه مشکلی داشتید با پیدا کردنش با من تماس بگیرید، من بهتون آدرس دقیق ایشون رو میدم. ایشون توی آمریکا هم دفتر داشت، کمک میکرد به این و اون، ولی نمیدونم الان داره یا نه، در مصاحبه‌های بعدی میپرسیم. و اما مجید خوشنودی بفرمایید، این هم ویدیوی سید دیوانه. میگم تنها چیزی که من ممکنه از این سید دیوانه یاد بگیرم که همون ماجرای ادب است که آموختی از بی ادبان، مثل این یه وقت خل نشم یه چیزایی بگم ضد و نقیض باشه. و شنیدم که حالا دیگه به رضا پهلوی هم پیله کرده که میام اینجوری میزنم میکشم. این احمق نمیفهمه اصلا تو آمریکا تو نمیتونی تهدید کنی کسی رو. و اما یه فیلمی هست از پرس تیوی، گفتم راجع به زرتشتی‌ها و خیابون زرتشتی‌ها و اینها، و یه فیلم دیگه از مال سال 2004 هست. اینم یه دوست کردی مبلغی کمی هزینه کردن، که مبلغ کمی که بهتون میگم اینه، برای که اولا نرخ ما پایینه، از 2006 تا حالا یعنی 11 سال همین نرخ ما نگه داشت. دوما دوستان وقتی هم میان، همین آقای پیمان عارف چند روز پیش گفت آقا نرخاتون خیلی گرونه، گفتم آقا تو که میای اینجا فوش میدی میری، اگه برنامه خاصی ما که اون دفعه به شما گفتیم چون این مطالب رو داری و اینها، من به شما 50% میدم. گفت نه زیاده، اگه میشه 20 دلار. گفتم 20 دلاریش هم داریم، تو نمیتونی بگی من کفش آدیداس میخوام ولی 20 دلار میخوام. کفش آدیداس 20 دلاریش میشه این قلابیای کنار خیابون میذارن. در هر صورت اینا که میگم هزینه کم، دوستمون وقتی زنگ میزنه میگه مثلا من 50 دلار دارم اینو چیکار کنیم، بعد من بهش میگم برات 7 روز پخش میکنم، با وجودی که باید برای 50 دلار 2 روز و نیم پخش کنم، ولی به 7 روز پخش.
بازم از آقای بهرامی ممنونم. پیام خسرو بهرامی: اگر صحبت کردن راحت تر هستید، ایشون گفته که من اگر بخوام بنویسم باید برم 4 تا استاد دانشگاه بیارم که برای شما بنویسه. متوجه نمیشم، یعنی حرفایی که شما میزنید به انگلیسی اینقدر مشکلی که استاد دانشگاه احتیاج است؟ من قولتون میدم صدای دخترتون پسرتون بزنید بگید و خودتون همون چیزی که به مردم صحبت میکنید همونو تایپ کنید، بعد اصلا همه اینا رو بریز بیرون. شما این تلفنی که داری پیام بذار، من الان پیام شما رو پخش میکنم. البته یه چیزایشو تکرار میکنید، دلیلش من بهتون دارم میگم دوست عزیز، دلیلش اینه که نمینویسی، خط نمیزنی که آقا من تاریخو خوندم، فارسیشو خوندم، پیشنهاد کار برای آقای علی ترابی که گفتم برو شبان باشو بر زیاد داریم خوندم، قریب الوقوع آزادی ایران رو خوندم، دوستمون از خلیج فارس برنامه عقل بشر رو اجرا کرد، فیلمی از وودی آلن هنوز نگفتم، دکتر ایران بومی رو خوندم نشون دادم، اوپنینگ رایان هنوز نگفتم، سپورت حمایت مردم تیوی. دوستان عزیز، تو رو به هر کی دوست دارید یه قلم یه کاغذ بردارید، نگید من مغزم خوبه کار میکنه. مغزتون خوبه، ولی برای امتحان شما اینو بنویس، بعد فردا که میای نگاش میکنی میگی خوب شد نوشتم و الا یادم رفته بود. لاک پشت ها هم پرواز میکنن. این یه فیلمی بود آقای قبادی ساخته بود، اول به اسم ستلایت، فارسیش ماهواره، بعد نمیدونم در گذر زمان چی شد این اسم عوض شد به اسم لاک پشت ها هم پرواز میکنن. اونایی که سیستم قدیم ایران درس خوندن، مدرسه راهنمایی نه، دبستان داشتیم و دبیرستان، این وسط مدرسه راهنمایی نداشتیم، کار اشتباهی هم بود، این دبستان و مدرسه راهنمایی و دبیرستان خیلی بهتر بود، بچه ها هر کدومشون توی سنایی با هم بودن دوباره میرفتن، یه دفعه یه بچه 12 ساله رو نمیفرستادن با یه بچه 19 ساله، 2 ساله رد شده بود، حالا 21 ساله تو یه دبیرستان. anyway. اونایی که داستان لاک پشت اردک رو میدونن میگن که دوتا اردک بود و یه لاک پشت، اون وقتا تو این جنگلا مثل حالا وحشی نشده بودن، اقلا حیوانا با هم دوست بودن. این هر روز از که اینا بغل لیک و برکه و اینها این دوتا اردک خداحافظی میکردن از لاک پشت، کاسه پشت و شیراز میگیم، میرفتن این آهی میکشید خدایا کاش منم میتونستم مثل اینا پرواز کنم. یه روز به اینا گفت که میشه منم یه مثل شما پرواز کنم؟ گفت بله، ما یه چوبی میگیریم دهنمون تا این وسط رو بگی و ما دوتا این ورانورش رو میگیریم میبریم، همکاریه دیگه، درسته؟ بلند کردن آقای لاکپشت رو بردن اون بالا، لاکپشتم از اون بالا لذت میبرد و کیف میکرد، یه نفر از اون پایین گفت نگاه کن لاکپشتم پرواز میکنه، این لاکپشتم ایرانیه دیگه، زود میخواد جواب بده. گفت لعنت به چشمی که نمیتواند ببینه، از اون بالا افتاد، لاکپشت میدونی لاک سفتی داره، خرد و داغون شد لاکپشت، اگه لاکش داغون بشه میمیره. وقتی داشت زجر میکشید اینا، بعد گفت که لعنت به دهانی هم که بی موقع باز شود. این ماجرای برنامه‌های تلویزیون، این ماجرای آقا آزادی بیان است. بعد دوست عزیز تو جوان هستی، تو تا حالا تو چند تا برنامه هی برای من نوشتی قر نزن، من مثل عمود مثل دایید گفتم خب این خیلی با ما خودمونی شده، قبل از اینکه حالا دیگه تنبونمونم تو خیابون کمربند رو باز نکنه، تنبون از کنمون بیفته پایین، بهش توضیح بدیم. این بلاک امروز توضیح بود، ولی بعد از برنامه بلاک رو برمیدارم برات فیلم هم میفرسم، اون وقت میخوام ببینم شما یاد گرفتی بگی آقا عمو جون دایی جون داداش بزرگ من ازت عذر میخوام، اینقدر تو با من مهربون بودی که من یه دفعه خرج شدم، یاهو ورم دار. ولی آقا قر نزن چیه، برنامه مال منه، نمیخوای قر گوش کنی نیا، مگه دعوتنامه فرستادم فدایت شدم برات فرستادم، برو دنبال کارت. بله خب، فیلمی از وودی آلن براتون انتخاب کردم، اونایی که مثل علی آقا براش فرستادم، این فیلمو اگه کرایه کنید با کیفیت بهتری ببینید که خب فبه ها، برای یه دوستی فرستادم عکسش هم فرستادم، گفت آقا این لینک باز نمیشه، گفتم عزیز من، من که لینکی برات نفرستادم، من اسمشو فرستادم که تو باری دیویدیشو بخری یا از این نمیدونم نتفلیکس و آمازون و صد تا کوفت و زهرمار کرایه کنی، ولی حالا اگه تو لو باجت هستی منم برات لو کوالیتیشو میفرستم.
براش فرستادم. یک کم هم فکر کنم بهش برخورد و گفتم ببین آقا لو باجت بودن با گریدی بودن فرق میکنه. من اگر لو باجت نبودم، اتفاقا میگن آدم های لو باجت های آی کیو، یعنی اینا آی کیوشون زیاده، افتخار میکنن که یه چیزی که شما 20 دلار خریدی اون خریده 10 دلار، البته بعضی وقتا 15 دلار داده پول بنزین این برابر چرخیده. براش نوشتم که من افتخار میکنم که لو باجت زندگی کنم، اگه این کار رو نمیکردم نمیتونستم دوتا بچه 9 سال بفرستم بهترین دانشگاه. بعد وقتی یه کسی یه چیزی براتون میفرسته یه کمی هم تحقیق کنید، خودتون روی گوگل بزنید، روی یوتیوب بزنید، همه چیزها رو آماده بهتره. نگه آه این نونه به ما دادی ولی من دندون ندارم برام بجوش بریز تو دهنم بریز تو حلقم، ای خدایا. خب فیلم Picking Up the Pieces، یعنی تیک تیکه ها رو جمع کنید. چون اول فیلم این اتفاق میفته، خرابش نمیکنم براتون میگم، یه آقایی خانمش رو میکشه تکه تکش میکنه، که از این اتفاقا توی آمریکا هر روز میفته. طرف مادر خودشو کشته، گذاشته تو فریزر که بتونه ماهتما بره 600-700 دلار از دولت پول بگیره و زنش رو تکی تکی میکنه. این منظورش اینه که حالا این بعد وقتی داشته میرفته از ماشین اینا میفته، همه فیلم رو تعریف نمیکنم، این یه دقیقه اولشه و اولا به نظر فیلم خسته کننده میمه، ولی انقدر فیلم جالبه چجوری این ماجرای مذهب و ماجرای دین رو، میدونید که دین با مذهب فرق میکنه، ماجرای معجزه و اینها، بعد که همه اینا رو میبره زیر سوال، بعد حالا شما رو میذاره که اگه همین دینی که من و شما قبول نداریم، مذهبی که من و شما قبول نداریم، معجزه‌ای که من و شما قبول نداریم اگه نباشه اون وقت چی میشه. بعدم آخرش میگه If you cannot take a joke, go fuck yourself. اینا که اونایی که انگلیسی بلدن میدونن چیه. اگرم بلد نیستید برید یه جمله انگلیسی یاد بگیرید، شروع کنید. خب ساعت 3:41 است و اونا نوشته بودن برای آقای پرویز قاضی سعید، جهان را ممکن است که نتوانیم بشناسیم در حالی که شناخته ایم. بعد از اون میگه انسان بهتری باشیم در حالی که نمیتونیم. این از این، اینم از این. بله دوستان، اگر ماه به ما با چه ماه آمریکایی چه ماه ایرانی خودتون حساب نگه دارید. ممنونم از احمد از فلوریدا که دیروز 30 دلار فرستاده. افراد دیگه ای که ماهیانه به تلویزیون مردم کمک میکنن، ماه اکتبر رسیده، ماه مهر رسیده، حمایت فراموش نشود. اینم نوشتم سپورت، حمایت، همیاری. و اما اوپنینگ رایان، این رایان دوست ما زحمت کشیده ولی یکم به ما اذیت میکنه، خبر نداره ما پیرمردیم، یه ویدیو میذاره تا من این ویدیو رو نگه میدارم که تو برنامه نشون بدم. مینویسه یه دوستم اعتراض کرد، من برش داشتم، میگم آقا این که شل کن صف کن که نمیشه، ولی حالا یه ویدیوی درست کرده ما اینو نشون میدیم. البته چون اومده از عکسای برنامه خود منو اینها رو درست کرده، کیفیت خوب نیست، کیفیت عکس ها به اصطلاح های کوالیتی یا رزولوشن بالا نیست و کار قشنگه. من میدونم که این چقدر وقت گذاشته که اینو درست کرده، به همین خاطر به عنوان تشکر از ایشون این رو نشون میدم. بعد اگر بتونم فرمتشو عوض میکنم که اول برنامه ها ما با این باز کنیم، به شرطی که یوتیوب یقمون رو نگیره بگه که این موزیک عجب. نمیدونم چرا این 2-3 روز این اطفال رو میریزه. بله دوستان عزیز، ضمن تشکر از رایان، دوستی که هم فرانسه میدونه هم انگلیسی میدونه هم فارسی میدونه، این رو با هم ببینیم. بهترین کاری که انجام داده اینه که این خیلی کوتاه و مفیده، اسم برنامه رو میگه، طرف رو نشون میده، عکس قدیمیش رو نشون میده که بابا این چه بود و ما ایرانی ها این رو به چه روزی انداختیم. ببینید خودتون اونجایی که سوربی زده تو پیشونیش، از دست شما، از دست آقای مجید نوروزی، از دست آقای ناصر کنگره.
قشنگ. من حالا برات دعوت به همکاری اون عکسشو میفرستم جدا، اونو بذار و اون پایین پرچما رو خیلی قشنگ گذاشتیم. ما پرچم در طی تاریخ ایران بیشتر از اینا بوده، تمام اینا رو میتونی بذاری که چرا این پرچما رو عوض میکنن. هر کی میاد یک شمشیر رو صاف میکنه، یک شمشیر رو کج میکنه، یکی دم شیر رو میبره بالا، یکی دم شیر رو میذاره وسط پاش از ترس، یکی وسط اونجا چلو کباب میندازه. چرا این کار میکنن؟ و تا حالا پرچمی که من دیدم تعریفاش درست و خوبه پرچم این کردا هست دوستان. حالا فردا نگید سربی تجزیه طلبه، فردا نگید نمیدونم خود مختار، من اصلا نمیدونم این چیا یعنی چی. پرچمی که گذاشتن عکس گندم هست، عکس کتاب هست، عکس خورشید هست، دانش، خورشید، زندگی، نور، حقیقت و کتاب. دوستان کرد اگه میخوایم بیان صحبت کنیم، امروز اون فیلم کردی رو براتون نشون میدم که لاک پشت ها هم پرواز میکنن. این فیلم قبلا سال 2004 درست شده، جنگ آمریکا و عراق و یه ماجرای مال ایران و اینا هم داخلش هست. فیلم جالبیه. من که اینجا نگاه میکنم روی یوتیوب میتونم فارسیش هم به اصطلاح سابتایتل انگلیسیش هم ببینم، آلمانیش هم ببینم، ولی صدا فقط بیشتر کردی هست. حالا بعضی جاها دیدم که حتی زیرنویس ترکی هم داره. بهتون گفتم که ما اینجا مثل بچه کلاس اولی رفتار نمی کنیم، سعی می کنیم یه جوری مثل دانشجو رفتار کنیم. به شما میگیم این فیلم اینجا هست، شما برو بهترش و قشنگترش رو پیدا کن. فیلم وودی آلن رو براتون میذارم، Picking Up the Pieces، راجع به دین، مذهب، معجزه. خط زدم اینو، اوپنینگ رایان رو نشون دادم. بعد ببین آقای بهرامی وقتی که نوشته باشی خط بزنی، اون وقت دوبار سه بار راجع به چی صحبت نمی کنی. بریم پیام آقای بهرامی رو، چون 5 دقیقه خورده شما صحبت کردی اگه اشتباه نکنم، اینو چند دقیقش رو پلی کنیم. 913. خب این احتمالا همون مجید دوستمون هست که قشنگ صحبت کرده بود و اینا. چون کاری که کردی الان دیگه اطمینانم از شما بریده شده. نمیدونم الان تو این پیامت میخوای ببخشید میکروفونو بگیری دم فلانت، میخوای عرعر کنی، میخوای فرش خوار مادر بدی، خودت باعث میشی ما فیلترت کنیم. یعنی چی؟ یعنی من این پیام رو بعد از برنامه گوش کنم، احتمالا روز چهارشنبه هم شما آدم شدی هم من، اینجا خیلی هوا گرمه، دلیلم که من امروز کراوات اینا نزدم، اصلا شده تابستون. پاییز توی شیراز هم اینجوری بود، صبح بعضی وقتا سرد بود، زور که از مدرسه میمدیم کباب میشدیم، گرسنه و کباب هلاک. در هر صورت فکر کنم این اریا کد 913 مال مجیده. مجید اون روز وقتی صحبت کرد دوتا پیام گذاشت، من گفتم به یه جوانی سخنور، بعد نوشته هاشو تلگرام خوندم دیدم نوشته های خوب. یه دفعه اینجا هی میگه آقا غور نزن اینجا آزادیه. خب آقا شما من عروسی دعوت میکنی بعد من میام اونجا وسط عروسی تنبونم میکشم پایین، این آزادیه؟ این آزادیه واقعا؟ اگر شما حرف زدی منو چهار تا از دوستای لاتمون میگیم آقا آزادیه، چاقو برداری همه رو بزنی، این آزادیه؟ خب این آزادی آخونده که همینه، تشریف ببرید ایران استفاده کن. بله ببینیم که پیام آقای یه خانمی پیام گذاشته، خیلی جالبه. اینایی که طرفدار پادشاهی هستن ولی خجالت میکشن که بگن پادشاهی رو دوست دارن، اینا دیگه من نمیدونم چیه. خب اگه مثل یه معتادی هی بگی من معتاد نیستم، خب اگه معتاد نیستی نرو این کوفتو بکش. اگه پادشاهی اینقدر بده که شما نمیتونی بگی من پادشاهی هستم یا خجالت میکشی، نرو دنبال پادشاهی. اول پیام آقای خسرو بهرامی، 5 دقیقه و 31 ثانیه، ولی من نمیتونم همشو پلی کنم چون وقتمون زیغه، اولاغمون هم دم در آویخته آویزه چی میگه. ببینیم آقای بفرمایید. سلام عرض کردم جناب آقای سربی، یک کم بس مزاحمتون میشم. بهرامی هستم از نیویورک، ساعت 16
تا همینجا بسته. دوستان ببینید وقتی یه پدر و مادری میان اسم بچهشون رو میذارن شاهکار، بل آقای خسرو بهرامی سال 2017 تو آمریکا نمیدونه چی بگه، میگه شاهکار پیش رو، دکتر شاهکار پیش رو. آقا این شاهکار بینش پژوه هست و قشنگ تونسته یه عده‌ای رو به اصطلاح نمیخوایم بگیم خر کردن، چون خر حیوان باهوشیه، خر حیوان زحمتکشیه، یه عده‌ای رو فول کردن، بهتر انگلیسیش چی میشه، سرشون رو شیره مالیدن، دنبال خودش جمع کرده، هی کنسرت میذاره این ور اون ور، مردم هم فکر میکنن این داره با آخوند میجنگه. آقا اگه جنگ مثل اینه، مثل خانم پری سفاریه، خب ما میخوایم بریم بجنگیم. اگه جنگ اینه که یه نفر بره ایران بخواد با اینا در بیفته، کشته شدن و تجاوز و زندان و خطر مرگ داره، نه آقا ما نیستیم، از حدیقی من گفتیم ترسو هستیم. در صورت آقای خسرو بهرامی شما لطف کنید اون پیامایی که من برای شما گذاشتم یا نوشته ها نوشتم، میخواین من به شما زنگ بزنم؟ شما اگه بخواید من روز چهارشنبه ساعت 3 مثل این دوستمون که اون لطف میکنه پیام میفرسه ما پخش میکنیم، یعنی اینو از این امکانات کم حد اکثر استفاده رو کنیم. اینجوری نباشه که من باشم شما باشی بیننده ها باشن تا ما بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. یه کاری کنیم که اگه شما هستی من نیستم، بعدا من بیام پیامتو گوش کنم، بعدا بیننده بیاد پیام دوتامونو گوش کنه. اون شعر چی بود؟ من باشم و تو باشی، کی باشد و کی باشد، اونجوری نباشد. خب دوستان عزیز اگر این پیام ها رو گوش کنیم، دوستان ببینید کسی که هنوز نمیتونه پیام بذاره، 3 پیام گذاشته این خانم، حالا بعد ببینیم آخرش چی گفت. اتفاقا 703 هم هست. من از شما دعوت میکنم اگه خواستید یه روز من زنگ بزنم به شما، شما صحبت کنید. آقای احمدعلی مسعود انصاری تا حالا حداقل 10 بار برای شما و افراد دیگه‌ای مثل شما که نون خوردی نمک خوردی اینا بزرگت کردن توضیح داده. و خانم شما تو آمریکا هم نگاه کن، FBI IRS کسانی رو دوست داره که یک جایی کار میکردن بعدن میان بیرون بر علیه همون جا، بر علیه همون رئیسشون صحبت میکنن. اگه اینجوری نبود که هر کی یه جا کار میکرد میگم نه دیگه ولش کن هیچی نمیگم، اگه اینجوری نبود که زن پشت سر شوهرش که طلاق گرفته، شوهر پشت سرش که طلاق گرفته چیزی نمیگفت، همشون میمدن بیرون میگفتن هر دومون خوب بودیم فقط نمیتونستیم با هم بسازیم. خب مرض داشتی؟ چجوری اون موقع که دوتاتون با هم میساختید نفهمیدید هر دوتون خوب بودید؟ خشتک همدیگر پاره کردید بعدن فهمیدید هر دوتون خوبید ولی نمیتونید با هم بسازید؟ گوش کنید پیام این خانم، قولتون میدم این خانم پلنگ و سلطنه اگه توی مهمونی ببینینش، ایشون یادتونه یه نفر فوق لیسانس داشت برای من پیغام گذاشته بود که آقا افرادی مثل شما شاگرد من بودن، حاضر میگم خاک بر سر من که شاگرد تو باشم، یا خاک بر سر تو که معلم ما بودی. ما اینجوری نمیدونم اصلا چی بگم، مونده بودم که این خاک رو تو سر کی بریزم. اون مرده بود آقای چی، وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، یادتونه چقدر هی گفتید برای هم دیگه پخش کنیم، یادتونه برای هم دیگه پخش کردیم هیچ اتفاقی نیفتاد، یادتونه این آقای حالو هی گفتید پخش کنید، یادتونه اون خانم خوشگله جوونه دختره هی گفتید پخش کنید، حالا شوهر کرده رفت دنبال کارش، هی گفتن خب پخش کنید که چی تو بشه. شیرازی ها میگن چی تو شد که ای تو شد، ما هنوز دنبال این هستیم که چی تو شد که ای تو شد، حالا تازه فکر فردا هستیم که چی کار کنیم که ای توری بشه. بفرمایید بفرمایید خانم، فقط گوش کنید دوستان، ببینید ما اینجا روزی چند تا از این پیام ها داریم و وقتمون چجوری میگذره. چند تا از شما وقتی میخوایم به مامانتون، به برادرتون، به داداشتون، به دوستتون، به خانمتون زنگ بزنید، صدای رادیو یا تلویزیونتون رو کم میکنید چون میخواین اونجا حرف بزنید. اینا هنوز یاد نگرفت. پیام بعدی رو بشن. همین خانم که هی به انسرین ماشین میگه الو الو الو. سلام کردم
نه این نیست ببخشی. یکی دیگه از این وری بریم. اینه یا یکی دیگه باید بریم. 17 ثانیه. دوباره گوش کنید دوست. و بالاخره تونستن صحبت کنن، حالا زنگ زدن به اون شماره دیگه. این نمیفهمه شماره فرقی نمیکنه، شما حالا یاد گرفتی که چجوری با پیامگیر صحبت کنی. بفرمایید. من یک پیامی برای شما دارم که با آقای انصاری بفرمایید. خانم سلام، من پلنگ و سلطنه هستم. بفرمایید پیامتون چیه؟ و اون اینی که شما یک عمر با یک کسی، من خودم البته طرفدار سلطنت هستم، ولی ایشون یک عمر، من نمیدونم بابات فوت شده یا نه، گور پدر آدم دروغگو اگه شما طرفدار سلطنت نباشید یا نبودید. ولی جالبه دوستان گوش کنید ببینید همین خانم چی میگه. اولا شما وقتی میگی یه عمر، این آقای احمدعلی مسعود انصاری الان 20 و چند ساله که از اینا جدا شد، بچه بوده، جوان بوده، تو اون شور و هیجان با اونا بوده، بعدم که فهمیده کجاست بل کرده اومده، یه اون با اونا بوده کار میکرده. باباش برید بخونید ببینید کیه. شما اشکالتون همینی که نخوندی. گوش کنید دوستان ببینید اینا 57 سال اینا بودن دور بر شاه. شاه که خودش دو بار سه بار دیگه ثابت شد دیپلم نداشته، علکی فقط نمایش میداد، سواد کافی نداشته، درست این آقای ترامپ. باور کنید این ترامپ رو من هر روز که میبینم یاد شاه میفتم. دیدی میاد میگه که این تازه حالا اولشه، این آرامش قبل از طوفانه. بعد بهش میگن منظورت از طوفان چیه، میگه بعدن میفهمید. شاه هم از این ببخشید گندگوزی ها زیاد کرده بود و یه دفعه گفت 6 سال دیگه قرارداد رو چی نمی‌کنم. گفتن اوکی 1973 به اضافه 6، 6 بر 9 و 3، آها میشه 1979. چطور ما 1979 اینجای شما رو بگیریم بندازیم بیرون؟ گوش کنید این خانم و دوستان، اینا بودن مشکل انقلاب، یعنی اینا بودن دلیل انقلاب. گوش کنید. یه دونه بچه ازش نگهداری شده، همیشه با ایشون بوده، همیشه با این خانواده سلطنتی بوده. کی اجازه داشت زن چینی بگیره غیر از ایشون که علا حضرت اجازه دادن ایشون زن چینی بگیره؟ همینجا وایسید، همینجا وایسید. این خانم میگه ما مملکتی داشتیم که یک نفر ایرانی اجازه نداشته زن چینی بگیره، علا حضرت به ایشون اجازه داده که زن چینی بگیره. اعلی حضرتی که خودش زن مصری گرفته بود، اعلی حضرتی که علکی به خانم فوزیه که مال مصر بوده شهروندی ایرانی رو دادن که اصلا تو قانون اساسی نبوده. ببینید اینا هستن. بعد میگه از بچگی بزرگش کردن. کی بزرگ کرده؟ کی بزرگ کرده؟ شاه؟ شاه بچه های خودش رو لله های فرانسوی بزرگ کردن. فرع بزرگ کرده؟ فرع که هم همسن یه 10 سالی از این بزرگتره، مثل که 12 سال یه همچیزی از آقای انصاری بزرگتره. کی بزرگش کرده؟ چرا حرف مزخرف میزنی خانم؟ خب شماره تلفنت اینجا، من زنگ بزنم باهات صحبت کنم. شاید چهارشنبه این کاری کردم، زنگ بزنم بگم چی میگی خانم؟ این همه مزخرف گفتید 57 سال به آخوند تموم شد، خب شد، کی میخوان یاد بگیرین؟ 40 سال گذشته، شما تو ویرجینیا زندگی میکنی، کی میخوای یاد بگیری؟ بچه های خودت از خونت میرن 100 تا حرف پشت سرت میزنن، 100 بار مسخرت میکنن. حالا این آقا چون در زمان شاه بوده، شاهنشاه آریامهر اجازه داده زن چینی بگیره. ای خاک بر سر من و تو دوتام. من یک
میگم یه چیزی معروفه، یک مجمعه که صافت اگه رو سرت بذاری هر طرف که برگردونی میاد رو شونه خوده. بهتر نیست که تو ساکت باشی و به خاطر اینی که یه جونه کتاب احمقانت رو به فروش برسونی یک ذره چشم رو داشته باشی، اقلا به چه بدو دیگه اقلا اینا به خسرت محبت کردن. ما که از اعلی حضرت خوردیم، ما که از اعلی حضرت خوردیم، چرا باید یه ملتی از اعلی حضرت خورده باشه؟ یعنی چی؟ ما که خوردیم یعنی خوردیم و بردیم، یا به همون ظلم شده؟ چون ما معمولا ایرانی ها میگن ما که خوردیم یعنی به همون ضربه زدن. شما خانم مهمون من بیا ببینم دردت چیه، حرفت چیه. اون کتاب مسخره‌ای که این میگه اگر میخوندی شاید یه کمی آدم میشدی، شاید میفهمیدی که رضا پهلوی توی یک جلسه وقتی که اندر اوت یعنی قسم خورده بوده 20 تا دروغ گفته. خب باید نمرشو بدیم 20 دیگه، طبق فلسفه شماها 20 گرفته، 20 تا دروغ. 4 یه دقیقه است این پیامو تا آخر پخش میکنه، واسه خودت میگم گوشی با ما باشه. اشکالی هم نداره، ولی اون فقط به خائنین بود که همیشه ازشون شرفداری نمیکرد، ولی تمام مردمو میبخشی، مردم در نهایت راحتی هم زن. تمام مردم رو میبخشید. Wait a minute. تمام مردم رو میبخشید؟ مردم چی کار کرده بودن که احتیاج به بخشش شاه باشه؟ بعد شما خودت گفتی که شما خوردی ازش، شما خائنا بودی؟ جز خائنین بودی؟ خب بازم بشنم این پیام چهارشنبه مثل که باید شروع کنم برنامه با این میترمن کمانی که ما آدم از زیرون میبودیم برای تو مملکتمون که کار بکنن. این آقا بهتره که یه خود جمع جور کنه، خودشو بره و خجالت بکشه. بسیار ممنون. آدم از بیرون می آوردیم. دوستان یه مشتی زن فیلیپینی آورده بودن، حقیقتا این ماجرای سیغه میغهی که آخوندا الان به این صورت دارن اونو یه جور دیگه شارواج داده بود. من یه دوستی دارم میگه باباش هی به مامانش میگفته که بذار من یه دونه از این خانمای فیلیپینی بیارم که از کارا به اصطلاح کارهای خونه رو انجام بده. گفته نمیخوام بیاری، چون همه اینایی که آوردن. خانم خجالت بکش. بله برادر شاه ایران تانکر رو راه انداخت، یه سری ماشینا رو با پول بانک ها از آمریکا خرید، یه سری رو از آلمان خرید، اینا رو رانندهای کره‌ای گذاشت روش، می اومدن پیش نوبت. افرادی مثل پدر بنده که 50 سال گرما و سرمای جاده ها بدی گمرکات و بندرها رو اینا رو کشیده بود، سه روز دو روز بدون امکانات باید وای می سادن تو صف بوشهر، تو صف بندر شاپور، تو صف خرمشهر برای بارگیری. آقای کره‌ای با ماشین کولردار می اومد لخت با یه شورت با یه زیپیرن را میفتد میرفت جلو همه اینها. خاک بر سر تو ایرانی، خاک بر سر من ایرانی. یک گروبانی می آوردن تیمسار ایرانی بهش سلام میداد، یه راننده کره‌ای میارن نوبت همه که دو روز سه روز وایسادن میزن. بابا این کارا رو کرد خانم، کاری به آقای انصاری نداره که. آقای انصاری که بعد از ماجرای انقلاب اومده 20 سال باهاشون بوده، چند سال باهاشون بوده، بعدن یکی یکی اومده داره میگه آقا این آقای رضا پهلوی از مأمور محافظ خودشم پول قرض کرده، پولا رو ریخته تو بانک، بعدم پولا رو ورشته به اون گفته ضرر کردیم، پولت از بین رفت. بیا صحبت کنید. اشکال شما اینه که تلویزیونای مثل آقای قاضی سعید رو گوش میکنید که بله اون کسی که جایزه نوبل رو گرفت گفت آری میتوان انسان خوبی بود، ولی چگونه میتوان انسان خوبی بود؟ آقا اون داره میگه میتونیم انسان خوبی باشیم، تو میگی چگونه میتوان؟ برای که شماها نمیتونی انسان خوب باشی. یا این که میگه چی گفته بود براتون بخونم یه بار دیگه، این فیلم رو الان براتون پخش میکنم. بله جهان را ممکن است که نتوانیم بشناسیم در حالی که شناخته این. یادتونه اون وقتا که انشا بهمون میگفتن وقتی بلد نبودیم، بعد میگفتیم
البته که وقتی میگویند پول بهتر از یا ثروت، همه میدانیم که ثروت مایه بدبختی میشود، ولی پول بهتر است. حالا پول ثروت نه، ثروت یا دانش. برید آقا، برید خانم، برید همون رادیو تلویزیونا رو گوش کنید، بذارید ما به درد خودمون بنالیم، اون مجید از اون و این مجید از این و خب بله. آها سکینه ساکت میگه منظوری خانم بخشیدن دزدها، شکنجهگرها و فلان اینا، اونا محاکمه نمیشدن که بخشید بخوان که. اینی که این میگه، یه دفعه یه خبرنگار آمریکایی با شاه صحبت کرد، گفت آقا زندان سیاسی اینجوری، گفت نه من حتی اون کسی که به من تیر زده بخشیدمش، ولی اینایی که به وطن چی میکنن، آخه برای که فلسفه وطن فروشی، خیانت، کمونیست بودن، چپ بودن، همه اینا رو هم عوضی کرده بودن تو خیر شاه. شاه سواد نداشت، شاه درس سیاسی نخونده بود، شاه از مدرسه بیرونش کرده بودن، هر کی میخواد $1000 شرط ببنده دوباره سر دیپلم شاه. خانم شاه دیپلم نداشت، شاهی که در قرن 20 دیپلم نداشت، همین میشه که هی پوز میده دستش میکنه تو جلیزگاه ضد گلولهش، ما به چشم آبیا باج نمیدیم، چشم آبیا میگن ما از شما باج نخواستیم، ما دیگه به شما کار نمیدیم، شما کارگر ما بودی، شما نوکر ما بودی، شما خدمه ما بودی، از فردا یه تیپا در کونه برو بیرون. روز روزگارتون خوش دوستانی که میدونن شاه الله یا که ما کمک نمی کنن. شما اگر میبینید حرف دلتون اینجا زده میشه یا میتونید جای بیان حرف دلتون رو بزنید، حمایت کنید. یه بار دیگه ازتون میخوام و چه خوشحالم که اون دوستمون رو گدایی کنید تا محتاج خلق نباشید. اون خلقی که شما میگید باید ورش دارید، باید بگید گدایی کن تا محتاج نباشی، محتاج احزاب نباشی، محتاج سازمان مجاهدین نباشی، محتاج پادشاهی نباشی. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلفن تلویزیون مردم هست 202-695-2573. دوستان اون تلفن 703 پیام نگذارید، اون الانم به ما الکی داره پیام‌ها رو میفرسه. این تلفن از 9 روز پیش بعد شده، ما دیگه نخواستیم، گفتیم چیه دو تا تلفن اینجا، هی اینا خرج داره دیگه، اونو ندادیم. سعی میکنیم مجانیاشو نگه داریم، باز این برای دوستمون، سعی میکنیم لو باجت ولی های آی کیو که نداریم الحمدلله، سرمونو بلند بگیریم. تا واکینگ تا، اینا به سر بلند میگن واکینگ تا، یعنی اینجوری سرت نمیندازی پایین، اینجوری قدتو که بلند میکنی یعنی سر بلندی. مرسی که با ما بودید، یه روزم یک کاغذ و قلم بردارید، یه برنامه رو که نگاه میکنید بنویسید چه چیزایی یاد گرفتید. اگر از برنامه من چیزی یاد نگرفتید، یاد گرفتید که از این برنامه چیزی یاد نمیگیرید، برید برنامه‌ای که چیزی یاد میگیرید پیدا کنید. با امید دیدار چهارشنبه با شما خواهم بود. روز کریستوف کلمبم به شما مبارک.